فیسبوک، سبحان گنجی، انتشارات ناکجا. از تمامی بزرگانی که حقیر را عفو خواهند کرد پوزش می طلبم. بزرگانی هم که حقیر را عفو نخواهند کرد به تخمم. آ فاحش است، خودمونی تر میگم جنده است. اون تا حالا بابت هیچ کدوم از دفعه هایی که جاهای مختلف بدنش رو در اختیار کسی قرار داده پول نگرفته. حتی وقتی برای درآوردن حرص یکی از دوست پسراش با یه آقای پولدار خوابید ازش پول نگرفت. البته دوست پسرش هیچ وقت نفهمید که اون این کارو کرده، ولی ها توی ذهنش حرص اونو درآورد. آیا پول نگرفتن به هر نوعی، اهم از تیغ زدن و غیره، از کسی که تو را میگاید شرط لازمی است که فاحش لقب نگیری، که روسپیت نخوانند، که بهت نگن جنده؟ به اعتقاد من اینطور نیست، که اگر بود همان اول نمی نوشتم آ فاحش است. بگذاریم. بوکوفسکی جایی نوشته که پول مثل رابطه جنسی میمونه، وقتی نداریش به نظر خیلی مهم میاد. شرح یک روز معمولی از زندگی آ. آ با صدای موسیقی کلاسیکی که برای آهنگ موبایل تنظیم شده از خواب برمیخیزد. مطمئن میشود که صدای زنگ کسی را بیدار نکرده. وقتی مطمئن شد لبخند نصف نیمهی میزند و سوار مترو میشود. دوست میداشت مترو سوارش شود. آه میکشد. به قسمت انتهایی یا ابتدایی مترو میرود که مخصوص خانم هاست. قطعا دلیلش نجابت یا حتی ترس از مورد توجه قرار نگرفتن به خاطر پف صورتش بعد از بیداری نیست. او به خاطر خلوتی بخش ابتدایی و انتهایی مترو این کار را میکند. وقتهایی که صورتش به دلیل خواب زیاد یا هر دلیل دیگری پف نکرده هم از همین قسمت استفاده میکند. اینجا محل کار اوست. تلفن زنگ میخورد. آ برمیدارد. پشت گوشی آقایی میخواهد اطمینان حاصل کند که شماره را درست گرفته. نمیپرسد سلام ببخشید اونجا فلانجاست؟ میگوید میدونم روزی هزار بار باید به این سوال جواب بدین، ولی اگه ممکنه منو مطمئن کنید که با فلانجا تماس گرفتم. آ گوشی را میگذارد، لبخند میزند و شماره آقا را از روی آیدی کالر گوشه یادداشت میکند. مردی که منتظرش است هنوز نیامده. حسرت آن 20 دقیقه ای را می‌خورد که به پایان ساعت کاریش مانده بود، اما او نمانده بود تا مرد معطل نماند. 40 دقیقه است که به ویترین مغازه ها نگاه می‌کند. مرد گوشیش را بر نمی‌دارد. به پیرمردی که از او آدرس پرسیده بود چشمک ریزی می‌زند. پیرمرد سرحال به نظر می‌رسد، شیک پوش است اما خوب نمی‌بیند. بی‌توجه تشکر می‌کند و می‌رود. آ پیاده راه می‌افتد. یک ساعت بعد در خانه است. روی کاناپه دراز میکشد. از کیفش کاغذ شماره آقای متفاوت را در میآورد. به او اسمس میزند. ما اطلاعی از محتوای اسمس نداریم. قبل از اینکه آقای متفاوت جوابش را بدهد خوابش میبرد. نصف شب بیدار میشود. به گوشیش نگاه میکند. آقای متفاوت جواب داده، اما او خوابتر از این حرف هاست که حواسش جمع باشد. آه دختر بدی نیست از نظر قیافه. موهای لطیف، دندانه ردیف، دماغ کوچولو، لب خوشفرم، چشم گیرا و الی آخر. آنچنان زیبا نیست، زشت هم نیست، ولی معمولی هم نیست. خلاصه چیز بدی نیست اینا. آقا از آسانسور متنفر است، به غیر از وقتهایی که در آسانسور تنهاست. وقتهایی که تنها نیست کوتاه‌تر بودنش آزارش می‌دهد. البته او آنقدر کوتاه نیست، اما تصوری که از قد خودش دارد خلاف واقعیت است و این نکته را تنها در آسانسور متوجه می‌شود. شاید به همین خاطر است که پله برقی را دوست دارد. او نذر کردن را هم دوست دارد، همینطور چند روزی از ماه رمضان روزه گرفتن را. به غیر از این دو مورد نمیتوان ردی از مذهب را در زندگی او یافت. از نوجوانی به دلیل ازدواج پسری که دوستش داشت نماز خواندن را ترک کرد. اعتقاد دارد خدا انسان را ربات نیافریده تا مجبور باشد با برنامه ریزی تعیین شده پیش برود. آه عاشق معشوقه چند نفر بودن است و تمام تلاشش را میکند که همه آنها را راضی نگه دارد. میگوید هیچ مردی کامل نیست، اما میشود با پیدا کردن نقصهای آن مرد در دیگر مردها این موضوع را حل کرد. ابایی از آگاهی یافتن مردها از این قضیه ندارد. جایگزین خواهد کرد و این چرخه احتمالاً تا هنگامی که بر عقیده‌اش باشد ادامه خواهد یافت. آ همیشه یک یا چند نفر را در آب نمک خوابانده است. عادت ماهانه سختی دارد. بیش از یک فرد عادی دچار سردرد می شود و اجازه نمی دهد کسی با سینه هایش بر برود، زیرا آنها را به نام پسری زده که در نوجوانی آ ازدواج کرده و در جوانیش هنگامی که آن پسر زنش را طلاق داده چند بار با او ایستاده و نشسته و خوابیده. آ همکنون مشغول لذت بردن و ناله کردن است. به همان مردی است که آ منتظرش بود، همان که سر قرار نیامد و آ حسرت آن 20 دقیقه ای را خورد که به پایان ساعت کاریش مانده بود، اما او نمانده بود تا به معطل نماند. چهار شانه و چشمابی.
پررنگ‌ترین خاطره کودکی‌اش گم شدن کنار دریاست. در حال درست کردن قلعه بود. سرش را که برمیگرداند، اسیر را خالی می‌بیند از مادر و پدرش. گریه‌کنان به اطراف می‌دود. به آدم بزرگ‌ها که می‌رسد، چشمهایش را پاک می‌کند و خوب می‌نگرد تا بلکه آشنا باشند. نیستند. بالاخره صدای مادرش را می‌شنود که اسمش را صدا می‌زند. مثل سگی که اسمش را صدا بزنند، برمیگردد و در آغوشش ذوق می‌کند. بعدها از پدرش شنید که آن پیراهن نارنجی کمکشان کرده، پیراهنی که هنوز آن را در گنجشان نگه داشتند. به در یک شرکت کامپیوتری کار میکند و مسئول بخش خدمات پس از فروش است. بعد از ظهرهای دلگیری دارد و از چند ماه قبل از اینکه وارد این کار بشود، قبل از ظهرهای دلگیری هم داشت. معمولا عصرها به کافه های مختلف میرود و سفارش های مختلف میدهد. اهل ماجراجویی نیست، اما بعدش نمیآید چیزهای تازه را تجربه کند. او تقریبا هیچ دوستی ندارد. تنها فرزند خانواده است. این فرصت را داشته که به کلاس گیتار یا بازیگری برود، اما نرفته. او جذاب است و رد نگاه زنان و دختران را روی گردنش حس می‌کند وقتی از کنارشان گذشته. روزهای ابری را دوست دارد، اما ترجیح می‌دهد بارانی در کار نباشد. به غیر از دوران نوجوانی تصمیم به تور کردن هیچ دختری نگرفته. در مورد آ و یکی دو دختر دیگر، این آنها بودند که او را تور کردند. دختر عمه‌ای در انگلیس دارد و عموی در آمریکا. هر وقت فکر مهاجرت به سرش می‌زند، وجود سگ و نبود مستراح ایرانی مانعش می‌شود. از سربازی معاف شده. کارت معافی از خدمت ارزشمندترین چیزی است که گاهی به همراه دارد، اما عبارت در زمان صلح کفرش را در می‌آورد. به زیاد فکر می‌کند، به گذشته، به حال، به آینده، به اینکه ترین‌های زندگیش را پیدا کند، به اینکه خودش را بهتر بشناسد، به اینکه هدفش را مشخص کند. تازگی به سرش زده خانه کوچک اجاره کند و مدتی دور از خانواده باشد. سختی‌های زندگی مجردی را هم با اجاره خانه نزدیک خانه خودشان آسان می‌کند. به هر شب ساعت 11 می‌خوابد و 7 صبح بیدار می‌شود. اگر از بیرون به زندگیش نگاه کنید، قطعاً معمولی‌ترین زندگی ممکن به نظر می‌رسد، اما بعید است با دانستن افکار پیچیده‌اش روی این نظر پافشاری کنید. یکی از افکار این است که چه خوب می‌شد اگر زمان برای همه جزو می‌ایستاد و همه آدم‌ها ثابت می‌ماندند. آن وقت او به خیابان می‌رفت و تک تک زن‌های زیبا را مورد تجاوز قرار می‌داد. البته او به هیچ وجه آدم خطرناکی نیست، بسیار هم آرام است. حتی شاید مؤدب‌ترین و خجالت‌ترین آدمی باشد که تا به حال دیده‌اید. او به زودی با دختری که برایش در نظر گرفته شده آشنا می‌شود و تا سال آینده ازدواج می‌کند. صاحب دو پسر و یک دختر می‌شود و در 59 سالگی می‌میرد. در 40 سالگی برای اولین بار لب به مشروبات الکلی میزند. در 48 سالگی با یک موتوری تصادف میکند. در 31 سالگی به همسرش خیانت میکند. در 36 سالگی پدرش را از دست میدهد. در 52 سالگی احساس میکند برای کار مهمتری به دنیا آمده بود. و در 57 سالگی به طور کاملا تصادفی آرا در موزه هنرهای معاصر میبیند، روبروی تابلوی از پیکاسو. عینکش را برمیدارد تا گاوی را که بعد از این همه بار دیدن تابلو متوجهش نشده بود بهتر ببیند. دختر جوانی به تنه می زند. اینک از دستش می افتد. اینک را دستی زنانه اما پیر بر می دارد. همزمان با بالا آمدن دست، چشمهای به بالا می آید. لبخند نصف نیمه می بیند. بعد چشمش به چشمهای آ می افتد. به تشکر می کند. آ به را نمی شناسد. به عذرخواهی می کند. آ می گوید خواهش می کنم. آ آرام دور می شود. به باز عذرخواهی می کند. آ نمی شنود. به کافه موزه هنرهای معاصر می رود. از جوانهایی که او را با هنرمندی قدیمی اشتباه می گیرند، حالش به هم می خورد. به این فکر میکند که اگر آن روز یک دفعه تصمیم نمیگرفت که بیخیال آ شود و سر قرار نرود، مسیر زندگیش فرق چندانی نمیکرد. به همکنون مشغول گاییدن زن زیبایی است که در حالت گذاشتن پلاستیک پر از هلو در صندوق عقب ماشینش ثابت مانده. پ کارمند بی بی سی است، ساکن لندن. همانطور که احتمالاً حد زدید، پی دخترمه جناب به می باشد. سعی می شود از این به بعد کشف ارتباط شخصیت ها به خواننده واگذار شود. هرچند کشف شاهکاری نخواهد بود و لذت زیادی هم نخواهد داشت. به طور مثال اگر فصلی با تنه زدن فردی به فرد دیگری شروع شد، در پرانتز اشاره نمی شود که فرد دوم همان به در میان سالی است. برای حفظ تناسب اندامش دست به کارهایی چون دویدن صبحگاهی میزند و دست به کارهایی چون خوردن شبانگاهی نمیزند. خودش را از لذتهایی چون لیست زدن خامه محروم کرده. از حق نگذاریم، هیکل خوبی دارد. شاید نزدیک به فرش بودن صورتش باعث به عرش بردن اندامش شده. الله و علم. بیت: سازهای صورتت گر کوک نیست، سازهای هیکلت را کوک کن. پ عاشق کارش است و روزی که فهمید انتخابش کرده اند در پوست نمی گنجید. می دانست روزی سختی هایی که بابت میزان کردن بدنش کشیده بود جواب می دهد. میزان بدن او بود و او این را خوب می دانست.
هرچند لیاقت‌ها و توانایی‌هایش را بعدها بیشتر نشان داد و دیگر کسی به یادش نماند که چرا انتخاب شده. البته غیر از خودش و همکار ارشدش. پ بادام هندی را کمتر از کارش دوست دارد، اما این مسئله دلیل نمی‌شود که بادام هندی را بیشتر از چیزهای دیگر دوست نداشته باشد. آشپز قابلی نیست، حتی می‌شود گفت آش هم نمی‌تواند بپزد، یعنی حتی آشپز هم نیست. خودش مشکلی با این قضیه ندارد. متر به متر دیوارهای آپارتمانش را خودش رنگ زده. رنگ غالب آبی است، اما او از رنگ‌های سفید، بنفش، نارنجی و قهوه‌ای روشن هم استفاده کرده. همه آدم‌هایی که از نزدیک پیرا می‌شناسند متفق القول او را خوش‌سلیقه‌ترین فردی می‌دانند که ساکن کره زمین است، مگر اینکه کسی دیگری باشد که آنها از وجودش بی اطلاع باشند. هر چند وقت یک بار جمله‌ای فکر پیرا مشغول می‌کند. اخیراً این جمله ارنست همینگوی فکرش را مشغول کرده. بعضی وقتا آدم ممکن است چیزی را بگوید صرفاً به خاطر اینکه ببیند به آن اعتقاد دارد یا نه. پی خیابان‌های لندن را به اندازه خیابان‌های تهران دوست ندارد. اتوبوس‌های قرمز غربت را هول می‌دهند در دلش. اینکه رد شدن از خیابان‌های لندن هیچ هیجانی ندارد آزارش می‌دهد. اینکه کمتر کسی در خیابان به او هیزی می‌کند یا مثلکی می‌پراند خوشایندش نیست. در تهران در بدترین شرایط هم مورد توجه بودی. کافی بود دختری باشی با کمی، تنها کمی تفاوت، آن هم در ظاهر به هم سادگی. البته او میتوانست با چادری سیاه و پوشیه‌ای سیاه‌تر از مقابل برج ساعت بگذرد و نگاه‌ها را متوجه خود کند، اما در این شرایط این پوشش او بود که نظرها را جلب می‌کرد، نه خود او. اشتباه نکنید، کارمند بی بی سی بودن همیشه موجب شهرت و مورد توجه قرار گرفتن نمی‌شود. دو احتمال هست. احتمال اول اینکه تصویر او را در شبکه نشان نمی‌دهند، و احتمال دوم که قوی‌تر است اینکه او در بی بی سی فارسی کار کند. بی بی سی فارسی کانالی است که فعلا روی ماهواره هاتبرد 8 فرکانس 12 245 سیمور ریت 27500 قابل دریافت است. پ با اطمینان به دوستانش گوشزد می‌کند که برای یک ماه پروفسور شدن کافی است آن یک ماه را تمام و کمال پای بی بی سی بنشینند. در خانه کوچک، در اتاقی کوچکتر با دیوارهای کرم، روی تختی یک نفره پسری عرق کرده زلف آرا چنگ می‌زند. چکمه‌های براق آب پیچ خورده دور کمر پسر عرق کرده. چند دقیقه هست که پسر نگرانیش را درباره جاماندن جای چکمه‌ها بر کف خانه و وسواس مادرش در این مسائل فراموش کرده. حتی یادش رفته خانه‌شان نهایتاً تا یک ساعت دیگر خالی است. بیرون از اتاق در حال زیر تابلوی کوچک چهارقل و صفحه تلویزیون 21 اینچ سامسونگ پ مشغول اجرای برنامه نوبت شماست. ت عجله دارد. ناخواسته به مردی میانسال تنه می‌زند. مرد میانسال ب نیست. آن قضیه مربوط به حدود 30 سال بعد است و ت که حالا دختر جوانی است به یقین آن موقع دختری جوان نیست. بیان که برگردد عذر می‌خواهد و دست چپش را در حال رفتن به نشانه عذرخواهی بالا می‌آورد. حلقه می‌درخشد. ت 6 روز پیش به عقد دائمی د درآمد. دست سفید ت در 3 سالگی به علت برخورد موج با او و برخورد او با تخت سنگ زیبای ساحل شکست. ما اینجا یک بار دیگر شاهد بی‌احتیاطی والدین در فضای نسبتاً آزاد هستیم. ت لاغر است و باهوش. باهوش‌تر کسی است که احتمال وقوع رخدادهای بیشتری را در نظر گرفته باشد. تا نوجوانی مطمئن بود که دلیل باهوشی‌اش چسباندن سرش به شیشه اتوبوس در حال حرکت است. لرزش خفیف شیشه روی مغزش تأثیر مثبت می‌گذاشت. او اینطور فکر می‌کرد. بزرگتر که شد، خنده‌اش می‌گرفت هرگاه به این قضیه فکر می‌کرد و خدا را شاکر بود که کشف بزرگش را برای کسی تعریف نکرده آن زمان. که عجله دارد. تنها در دو موقعیت، اگر موقعیت همیشگی زنانه زنان را در نظر نگیریم، از مؤنث آفریده شدنش شاکی می‌شود. وقتی عجله دارد و وقتی هوا گرم است. به خواندن حکایات عرفا علاقه خاصی دارد، همینطور به خواندن مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری. شخصیت مورد علاقه او ابو سعید ابوالخیر است. شریعتی را دوست دارد، به کبیرش عشق می‌ورزد، خیابان شریعتی را هم دوست دارد، از قلهک تا تجریشش را، از سیگار، ژله و مردهایی که صندل به پا می‌کنند متنفر است. عجله دارد. با این حال ترجیح می‌دهد هنگام تند راه رفتن هر از گاهی به کفش‌های روشنش خیره شود. در مقابل هر چیز تازه‌ای جبهه می‌گیرد. نظرش در مورد تغییر منفی است اغلب. غیر از مشهد و رامسر رفتن در کودکی همراه خانواده و اردوی جنوب دبیرستان مسافرت دیگری نرفته. درک درستی از اقیانوس موسیقی کلاسیک ندارد. از ساحل ماسه‌ای شوپن، از عمق آرام باخ، از امواج بیقرار بتوون و از دلفین های شنگول موزارت چیزی نمی داند. حیف این هوش که نصیب او شده.
از جلوی کتاب فروشی پنجره رد می شود. یک لحظه هم وسوسه نمی شود که بایستد و کتاب ها را بنگرد کمی. حتم دارم از وجود چون این کتاب فروشی در چون این محلی بی اطلاع است. وگرنه حتما لحظه ای می ایستاد، نفسی تازه می کرد. نمی دانم شاید در مقابل نفس تازه هم جبهه می گیرد. وگرنه چرا آهسته تر گام بر نمی دارد گاهی. کتاب ها را می نگریست. از آنکه جلد صورتی داشت خوشش می آمد، به خاطر می سپرد تا بعدن خریداریش کند و آنگاه مسیرش را ادامه می داد. به سر کوچهی خلوت می رسد. از کیفش آینه کوچک سرمه‌ای رنگ را در می آورد. اصلا اهل آرایش کردن نیست. تنها می خواهد از تمیزی گوشه چشم و سوراخ بینی و درز دندانش مطلع شود. باد خنکی می وزد. روسریش را مرتب می کند. ساعتش را نگاه راه می افتد. پلاک 71 باید این دست کوچه باشد. 8 سال پیش ته روی صندلی عقب پیکان رنگ رو رفته ای نشسته. راننده پیکان نوار کاست را هل می دهد تو. غیر از ته که عقب ماشین است و مسافری که جلوی ماشین است و راننده، کسی توی تاکسی نیست. راننده صدای ضبط را بلند می کند. خواننده می خواند. ای تو آشنای ناشناسم، ته زیر لب باقی ترانه را میخواند. ای مرهم دست تو لباسم. کسی نمیشنود. مسافری که جلو نشسته هم زیر لب میخواند. دیوار شبم شکسته است تو. این آهنگ مورد علاقه هر دوی آنهاست. مسافر جلوی تاکسی کسی نیست جز ده. آنها چیزی از آن روز به یاد ندارند. همدیگر رو هم ندیده بودند آن روز. بعید میدانم اگر هم دیده بودند به خاطر می آوردند. یکی دو سال بعد هر دو در یک دانشگاه قبول می شوند. در یک رشته. ته دانشجوی سربزیری است. به زور با یکی دو تا از دخترهای چادری کلاس آشنا شده و بین کلاس ها اگر حوصله تنهایی خودش را نداشته باشد با آنها به بوفه می رود و چای می نوشد. بی غند. از جسارت ده خوشش آمده. ده جسورانه با اساتید محترم مخالفت می کند. دوست دارد ده را بیشتر بشناسد. دوست دارد بداند ده وقتی خواب است چه شکلی است. حرفهای عاشقانه را با چه لحنی میزند. جمعه های دلگیر را چگونه پشت سر میگذارد. آیا زنی در زندگی او هست؟ چشمش میافتد به پلاک 71. درست سر نمش. زنگ دوم را فشار میدهد. خودش را معرفی میکند. در باز میشود. حیات صمیمانه است. یک درخت خرمالو و سه گلدان که اسم گلهای هیچ کدام را نمی‌داند. از پله‌های کوتاه بالا می‌رود. هر پله‌ای را که رد می‌کند احساس آرامش بیشتری دارد. یادش رفته برای چه اینجاست. پیرزن دلنشین را که می‌بیند تازه یادش می‌آید برای گرفتن فال آمده. پیرزن چاق نیست، لاغر هم نیست. چه بوی خوبی می‌دهد. دلش می‌خواهد پیرزن را بغل کند. تصوری که از فال گیر داشت، زنی پیر با آرایشی غلیظ و سیگار به لب بود که انواع و اقسام علنگوها و گردن‌بندها را آویزان خود کرده. اما او ساده بود و دلنشین، درست شبیه مادر بزرگی که نداشت که دوست داشت داشته باشد. ترم دوم خدا خدا میکرد که ده از او چیزی بخواهد، جزوه‌ای، تاریخ امتحانی، برنامه کلاسی. ده دانشجوی مرتبی نبود. از دیر آمدن یا نیامدن سر کلاس ها میشد فهمید. یک روز عصر تنها ماند در کلاس تا خواندن رمانی را شروع کند. به صفحه سوم نرسیده بود که صدای ده را شنید. ده از او درخواست کرد که با هم چای بنوشند. آنقدر بی مقدمه و قاطع حرفش را زد که ته فرصت تحلیل پیدا نکرد. حتی جواب نداد. فقط بلند شد و کتاب را در کیفش گذاشت و همراه ده به راه افتاد. دلش نمیخواست پیرزن مهربان فالش را بگیرد. دوست داشت سرش را روی پای نرمش بگذارد و بخوابد و او آرام آرام موهای خرمایی‌اش را نوازش کند. پیرزن چای آورد و گفت لازم نیست نگران باشد. قرار نیست فالش را بگیرد. او مثل نوه نداشته اوست. در وقت خواست میتواند به او سر بزند. او گفت طبقه پایین خالی است و او میتواند اگر خواست همراه همسرش در آنجا زندگی کند. تسوس بود. بند تنش آزاد میشد و میگرفت و آزاد میشد. احساس محشری داشت. این آرام بخش ترین صدایی بود که تا به حال شنیده بود. دیگر گوش نمیداد، فقط میشنید. ده تون تون با هیجان حرف میزد. ته تنها به صورتش خیره شده بود، به چشم ها، مژه ها، ابروها. به خودش که آمد ده برای بار سوم گفته بود که عجله دارد، باید برود. ته خوابش برده. در خواب خود را دختری برهنه میبیند با کفش پاشنه بلند مشکی. پاشنه های کفش به تناسب قد کسانی که از زیر پایش میگذرند بلند و کوتاه میشود. او در خواب شبیه خودش نیست. آنچنان زیبا نیست، زشت هم نیست، اما معمولی هم نیست. اینجا تهران است. سال 1354.
صفحه گرامافون را می گذارد. سوزنش را گیر می دهد و روی صندلی گهواره‌ایش می نشیند. گرامافون خرت خرت می کند. سه به آرامی جلو می آید. عقب می رود. شد خزان گلشن آشنایی. در آن مخمل کبود از همیشه دیدنی تر است. اگر قرار بود فیلمی از روی این داستان ساخته شود، در این صحنه باید از جذابترین بازیگر تمام طول تاریخ استفاده می شد. نور ملایمی از پنجره می تابد. سه سایه روشنی است. صورت و قسمتی از بدنش روشن است. در باز می شود. چشمهای سه با کنترین حرکت ممکن بسته می شوند. سایه مژه های بلندش افتاده روی گونه ها. چقدر زیباست. سه مشغول صحبت کردن با صدای خشدار وارد شده می شود. شخص وارد شده تنها صداست. کسی دیده نمی شود. اومدم در مورد اون دو نفر بپرسم. با چشمهای همچنان بسته پاسخ می دهد. بپرس. چطوری آشناشون کنیم؟ سویچ مرده رو جابجا کنین. زنها رو هم ترغیب کنین از عصری که در صورتیه بزنه به تنش. و صدا رفت و در به آرامی بسته شد. سه چشمهایش رو باز کرد. کنار پنجره رفت. نگاهی به کوچه انداخت. برگشت. گرامافون رو از کار انداخت. حوله‌اش را برداشت و رخت پاره حمام شد. می‌شدن چنان وصف شورانگیزی از حمام کردن سه بنویسم که خوانندگان مذکر آلت به دست بمانند و خوانندگان مؤنث دست به آلت. اما چه کنم که هدف چیز دیگری است. در ضمن این آخرین ورود واقعی نویسنده به متن رمان است، چرا که بیشتر در داستانی نسبتاً بلند دهن این تکنیک را صاف کردم. منتها پیش از خروج از این تکنیک هیجان انگیز اجازه بدهید چند نکته را خاطر نشان کنم. نکته اول، دوست دارم این رمان را به بازیگر توپل با نمک سریال همیشه جاوید لاست تقدیم کنم، ولی اگر قرار است ایشان هیچگاه از این تقدیم شادمان کننده مطلع نشوند، رمانم را به شادروان سعیدیه سیرجانی تقدیم میکنم. ممکن است بعضی از دوستان بگویند خب کسخل، اینم که قراره هیچ وقت نفهمه. تازه احتمال نفهمیدنش خیلی بیشتر از اونه. این دوستان را میسپارم به سهراب دلاوری، معروفترین بچه باز شهر برازجان که شهرتش مرزهای این شهر کوچک را تا حدودی در نوردیده و نامش تا ولایت شیراز یا حتی آن برتر هم رفته. اینجا سه گروه معاند در دوستان شکل میگیرد. گروه اول آنان که از فوت شدن مرحوم دلاوری با خبرند. اینان یا قدر شعور دارند که میدانند وقتی رمان به یک آدم مرده تقدیم میشود، ممکن است مخالفانش را هم به یک آدم مرده حواله دهند، یا اینکه فاقد شعور لازم میباشند که در این صورت بیخیالشان. گروه دوم آنان که ابن دارند که دل خوش از حواله مورد نظر میشوند و ما نیز دل خوشیم از دل خوشیشان. و گروه سوم زنانند که ما را با عناد این جماعت کاری نیست، که حب نباتند پدر سوخته ها. پس بار دیگر عرض میکنم که دوست دارم کتابم را به یکی از کار درست ترین کسانی که موفق به خواندن چندین صفحه از او شده ام تقدیم کنم. شادروان سعیدی سیرجانی. نکته دوم، تعدادی از عزیزان که چند بری از این مستطاب را برایشان خوانده ام سوالاتی داشتند پیرامون مسائلی سطحی از قبیل اینکه آیا این شخصیت ها به همدیگر ربط پیدا می کنند، یا اینکه مثلا همینطور 32 حرف زبان شیرین پارسی را خواهیم داشت به همین شکل. فقط سوال هازا که ممکن است برای شما نیز پیش بیاید، تمامیتان را توصیه می کنم به حق و توصیه می کنم به صبر. نکته سوم، گم شدگان، تنظیم خانه و خانواده، آشنایی، بی اقربه، نظر بسته، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، الگوریتم، زمان، زنان، زبان، آفاهش است، شما چطور و بالاخره فیسبوک. این مسیری بود که برای نامگذاری کتاب طی شد. نکته چهارم، عرصود که پیشتر در داستانی نسبتاً بلند دهن تکنیک ورود واقعی نویسنده به متن رمان را صاف کردم، حال به ذهنم رسید که چه اشکالی دارد یادی هم از آن داستان کنم. متاسفانه یا خوشبختانه بسته به اینکه چه پیش آید، نسخه ای از این داستان که نامش هیچ کس تنها نیست است همکنون در دفتر نشر چشم است و بنده در انتظار تایید کارشناسان کونگوشاد آن انتشارات می باشم و اینطور که خانم قیاسی فرمودند از یک تا یک و نیم ماه به طول می انجامد. نکته آخر، شاید بهتر بود می گفتم نکته پنجم آخر، انسان می بایست در به کار بردن کلمه آخر بسیار دقت کند. سه دقیقاً کیست؟ گفتم که انسان میبایست سر به کار بردن کلمه آخر بسیار دقت کند، اما قول میدهم این بار آخر باشد که وارد متن میشوم، هر چقدر هم کرمم گرفت.
آن بی همتا تن قطره قطره به آب آلوده را ذره ذره خشک می‌کند، دل می‌برد سه از خودش. لباس‌هایش را از زیر تا رو از نازک‌تر تا نازک می‌پوشد. چه چیز پاهای معرکه زنی ایرانی را معرکه‌تر می‌کند جز دامنی قرمز که با حجم سفید ران‌های یکی شود هنگام راه رفتن؟ ولو می‌شود بر تخت، به پهلو می‌خوابد، دمر می‌شود، دست چپش آویزان است از تخت. در تصویر سینمایی تا آنجا که به پهلو خوابیده از بالا نشانش می‌دهیم و آنجا که دمر می‌شود از پهلو. از آرنج معلق دست چپ تا عکس سیاه و سفید بالای تخت، انتخاب عکس با کارگردان، ولی حتما باید سیاه و سفید باشد. در کادر است. چشم‌های سه با کندترین حرکت ممکن بسته می‌شوند. سه تجسم می‌کند خودش را، تنش را، فرو رفتگی کمر و برآمدگی باسنش را، ساقهای خوشتراشش را. یکی دو خط است که از تصویر سینمایی بیرون کشیده ایم. این گونه بهتر است. یک فیلم در مقایسه با یک کتاب چطور میتواند بارها و بارها به خاطر من بیاید؟ برای مثال راوی داستانی در حال ظرف شستن به خاطر میآورد که دوستش بارها به او گفته مگر در ظرفها ریدند که اینقدر میشویی و میسابیشان. خواننده بعدها بارها و بارها هنگام ظرف شستن به یاد این صحنه میافتد و به یاد آوردن اولین جرقه جاودانگی است. حال تصویر سینمایی اش را مجسم کنید. در این حالت ما ظرف‌ها یا ظرفی را خواهیم دید، چرا که سینما هنر تصویر است. بعدها به یاد آوردنش مستلزم تصویری است مشابه آن ظرف یا ظرف‌ها و این حالت کمتر ممکن است پیش آید. البته من ممکن این نیستم که ممکن است ذهن شخص خاصی تصویر را بیشتر و بیشتر به خاطر آورد، حتی با وجود متقاعد بودن، لکن ما با ذهن آن شخص خاص کار نداریم. دیگر بیش از این بحث نمیدهم. حتما میشد این خود کتاب دیگری باشد به نام 6 و 1 که منظور مقایسه آن 6 هنر قبل از سینماست با سینما و مقالاتی متعدد در این باب. سه با چشم‌های بسته در حال و هوای تجسم کردن پایین تنش است که صدای صاف و انگار غلف شده در گوشش میپیچد. چشم‌های سه همچنان بسته است. میخوام بکنمت جون. حالا انگشت سبابه دست چپش زیر دندان صدفیش آرام گزیده میشود، بین لبهایی از شهوت متورم تر شدهش. میخوام از تختت بیای پایین، زانو بزنی رو به تخت. انقدر حشری هستی که نخوام قبلش یه ساعت بمالم. اتاره خوشم میاد ازت، هیچ وقت خل نمیشی. همینطوری آروم بیا پایین. نالیه میخوامت. دامن تو بده بالا. آخ دیوونم میکنی. مگه نگفتم دوست ندارم شورت باد کنی؟ درش بیار. پاشو قشنگ وایسا درش بیار. سه بلند میشود. صدا ادامه میدهد. نه بذار باقیشون تنت بمونه. فقط اون نکبت اضافی رو در بیار. دوست دارم واسه لمس سینه هات یکم تو زحمت بیفتم. میخوام وقتی جلت میدم دامنتو ببینم رو کمرت. سه زانو میزند. صدا ادامه میدهد. با خودت ور برو. انقدر ور برو تو رضا کوچولو از اینی که هست سفتر شه. انقدر التماس کن و بگو بکنم که طاقتش داغ شه. بیا پارم کن. پارم کن. انگشتام خیلی کوچولو هم واسه راضی کردنم. هوا شروم بروتوم بیا کلید میچرخد در قفل. صدایش سه را میپراند از جا. گاشفته است. گاشفته مساویست با گیج به علاقه آشفته. با تشکر از نکته سنجی که انیمیشن معرکه مریوم اکس را به زیر نویس فارسی مزین کرده، دکمه قطع ضبط صوت زیر تخت را فشار میدهد و بودو بودو به سمت در میآید. مردی چهارشانه و بلند قامت کلاهش را به چوب لباسی میآویزد. سلام عزیزم، زود اومدی؟ آره زود تموم شد. خوبی؟ چقدر عرق کردی؟ چیزی نیست، داشتم خونه رو مرتب میکردم. پایینی ها رو باید رد کنیم برن رد کارشون. چطور چیزی شده؟ خوش ندارم این یارو هر روز در روز خونه میمونه با این صدای نکرش. تکلیفشون بمونه واسه بعد. چه خوشگل شدی تو. رد کن بیاد هر چی داری. هر چی داشتم قبلا رد کردم اومده. چیکار تو تمومی نداری که؟ مال تو هم هر بلایی میخوای سرم بیار. مرد سه را در آغوش میگیرد. لبهایش را میبوسد، لمبرش را چنگ میزند، بلندش میکند و با خود به اتاق میبرد و روی تخت میاندازدش. کمربندش را باز میکند و به گوشه ای میاندازد. سگر که کمربند میفتد روی لباس زیر سه. مرد شلوارش را پایین میدهد، پای تیغ انداختهش را بیرون میآورد و میرود روی تخت پایین پای سه. انگشت کوچک پای راست سه را میگزد، همینطور بالا میرود، اوزک، ساق، میلیسد، میگزد، میمکد. سه یک دست بین رانها و یک دست لای لبها به مرد خیره شده. مرد رسیده به زانوها. زانو چی شده؟ سه نیمخیز میشود، دستها آزاد، دستها ایستاده بر سطح نخیلی نرم تخت. شاید وقتی داشتم زیر میز صندلی رو جمع جور میکردم. بخورم. بیا اصل کاریمو بخور.
مرد دامن قرمز زن را بی لطافت می کند از پاهاش. زن دکمه های سفید پیراهن سفید ترش را آرام آرام می گشاید. یک سوال، حرف شه در کلمه سفید ترش به چه کسی برمیگردد؟ من منظورم زن بود، اما دوباره که خواندمش دیدم میتواند هرچند به خلاف واقعیت مرد باشد. یعنی زن دکمه های سفید پیراهن سفید تر مرد را آرام آرام میگشاید. آیا آوردن کلمه مرد به جای حرف شه بهتر می بود؟ آیا بهتر می بود از ابتدای که زن از حمام بیرون می آید و مشغول پوشیدن لباسهایش می شود به رنگ پیراهنش اشاره می شود؟ آیا بهتر بود از ابتدا که مرد وارد خانه می شد به بلوز خاکستری و لبهای کلفتش می پرداختم؟ نظراتتان را به ایمیلم بفرستید. subhan.ganji@gmail.com. زن دکمه های سفید پیراهن سفید ترش را آرام آرام می گشاید. مرد صورتش را بالا می آورد، جلو می آید سمت صورت زن. در راه حالی هم با ناف و سینه ها می کند. بینی قلمیش را نزدیک بینی زن نگاه می دارد. خیره می شود به چشم های گیرای سه. در چشم های آرام سه چیزی نیست، چیزی دیده نمی شود. چاهیست به عمق بی نهایت. باید با 1 میلیارد چوب کبریت پرت شدن داخل که شاید میلیون ها سال طول بکشد تا برسی و ببینی چه چیز تا اینجا کشندتت. اگر برسی، اگر. مرد لبهایش را میبوسد، گردنش را هم، پیشانیش را میخواباند روی تخت کنار گردن خوشبوی سه و لگنش را آهسته میکشاند سمت پایین و طعم لزج تجربه. باورتان میشود این دقیقا 40مین باری است که آن دو با هم میخوابند؟ کسانی هستند که بشمارند وقتی از 5-6 بار جلو میزند آمیزش؟ هستند؟ دمشان داغ. سرمایه یک مرد چیست؟ قدرت؟ ثروت؟ نه، سرمایه یک مرد اسپرم است، هرچند گاهی میارزد که خرجش کنی. یادگار سیلی سرد زمستان است. انسان دشواری وظیفه است، یک با یک برابر نیست. در و دیوار اتاق رنگ رو رفته جه پر است از این حرفا. کره زمین، آسیا، ایران، تهران، سبلان، خانه انگار هزار سال ساخت، اتاق جه، دارایی یک دستگاه تلویزیون سونی 14 اینچ رنگی، یک یخچال سبز رنگ کوچک که نمیداند چه مارکیست، یک گاز دو شعله بوتان، 1,193,000 تومان پول نقد و یک اسلحه. البته چیزهای دیگری همچون موکت و کتری دارد که مهم نیست. برای دستشویی باید از اتاق خارج شود و پا به حیاط بگذارد، همینطور برای حمام، اما فعلا خواب است روی موکتی که جای جایش با آتش سیگار سوراخ شده. در خواب میبیند که با عجله در پارکی بزرگ دنبال دستشویی میگردد، پیدا میکند، لوله قفل را هل میدهد به سمت دیوار، اسلحه‌اش را آن بالا سمت چپ میگذارد روی جایی که برای گذاشتن کیف و این سوسول بازی هاست. اینها واقعا حس خود جه در خواب است. میکشد پایین، میدهد بالا شلوار و تیشرت. راستی او اسلحه را کجا قایم کرده بود؟ یادش میاد در پارک هم راست راست کلت به دست جولان میداد با آرامش. خیالش راحت میشود. همزمان با بالا دادن تیشرت آبیش مینشیند بر سنگ توالت. جواب آن معمای خنک این است که آن دختر میخواست آن مرد را در مراسم ختم خواهرش باز هم ببیند. عادت دارد اول شیر آب گرم را باز کند و بعد شروع باز میکند. وقتی شلوارک یا چیز راحت تری از شلوار سفت بیرونی به پا دارد، دست چپش را از جلو به سوراخ کیونش نزدیک میکند، اما وقتی شلوار پشت زانوها را نمیگذارد راحت باشند، از عقب، همانطور که مرسوم است، بر روی قیام میکند. عادی میشود و کلت را جای میدهد به شال کمرش. صداهای بچگانه میشنود. لوله قفل را هل میدهد سمت در، بیرون میرود. بچه ها مشغول صحبتند. چیزی از گفته آنها نه در خواب نه وقتی بیدار میشود نمیفهمد. تنها توجهش به این جلب میشود که آنها حتی کوچکترینشان که 2-3 ساله است به زبانی شیوا و فصیح سخن میگویند. مایه زرد رنگ دستشویی کف میشود روی دستهاش، بیرون میزند. مردی انگار تعقیبش میکند، جلوتر میرود، کلت را در میآورد، تیز برمیگردد. مرد روبرویی اسلحه به او نشانه رفته ایستاده، شلیک میکند. مرد تعقیب کننده میافتد، جه به بالای سرش میرود. مرد افتاده به عقب اشاره میکند و میگوید او میخواست که کشته شوی. جه به جلو خیره میشود، پسر بچهای بستنی به دست ایستاده. جه از خواب میپرد. تنها چیزهایی که از خوابش به یاد میآورد اسلحه است و پسر بچه بستنی به دست. سیگار، پی سیگار میگردد. بهمن کوچک سیگار بزرگی است، با وفاست، حتی وقتی از نزدیک به نظر میرسد هیچ نخی ندارد، یکی دو نخ دارد. تلویزیون را روشن میکند. اخبار در مورد اهمیت علوم انسانی و اهمیت بیشتر تغییر در علوم انسانی میگوید.
وقتی صدای گوینده میافتد روی تصویر آرشیوی از ورودی دانشگاه، دختری چادر به سر میگذرد از پهنای لانگ شات. متوجه دوربین که میشود چادرش را مرتب تر میکند. ج حتم دارد که دختر چادر به سر فکر میکند که از طرف خواستگار گردن کلفتش آمدن تا از او در محیط دانشگاه فیلم بردارند تا خواستگار گردن کلفتش مطمئن تر باشد از نجابتش. چه آدم جالبی است اگر درونش را میدیدیم، نه بیرونش را، نه حتی خلوتش را. خلوتش را نه اینکه چون گاهی به جلق می آرایدش، خلوتش را چون جالب نیست. جیمی داند که جلق خیانت است در حق تک تک دخترهایی که ممکن بود از آنها خوشش بیاید، که بخواهد بگایدشان، که عاشقشان شود حتی. اما چه چیز مهمتر از لحظه ایست که هم الان می گذارد؟ هیچ. او این 1,193,000 تومان پول نقد را از کجا آورده؟ از کس عمش؟ عمش مقداری از طلاهایش را فروخت. طلاها از کجا به دست آمده؟ از کس دادن؟ چطور؟ خب مگر نه اینکه طلا به زن دادن بهایی است که مرد در قبال کسی که قبلا کرده یا کسی که بعدا می کند می پردازد؟ کدام مردی است که برای زنی که قرار نبود و نیست توسط او کرده شود طلا بخرد؟ طلاها را از شوهرش گرفته، سالها بعد فروخته، مقداری از پولش را به برادرزاده‌اش داده تا مغز شوهرش را بگوید، واقعا بگوید. جه از بیرون چطور به نظر می رسد که عمه‌اش از او این درخواست را کرده؟ ویرجینیا وولف می گوید تنها از طریق افکار و خاطرات می شود یک شخصیت را شناخت. و توصیف ها چرندیاتی بیش نیستند. مثالی هم می زند از زنی که در کوپه در قطار از جای به جای می روند و اضافه می کند که اگر فلانی بود جز به جز کوپه و قطار و راهروها و آنچه از پنجره دیده می شود و چهره زن و صورت هم کوپه هایش را توصیف می کرد. اما که چه، آیا ما با این توصیفات زن را خواهیم شناخت؟ عمرن. مهمتر این است که بپردازیم به این که جه از بیرون چطور به نظر می رسد، یا اینکه بپردازیم به عمه‌اش که چه از شوهرش دیده که می خواهد این بلا سرش بیاید و برای رسیدن به خواستش آن بها را می پردازد. چه چیز مهمتر از لحظه ایست که هم الان می گذارد؟ هیچ. در تمام کانال ها یک کچل پیدا می شود این ساعت در تلویزیون. کله تاس شوهر عمه‌اش مدام رژه می رود در ذهنش و بعد اطمینان بیشتری حاصل می کند. که تازه مرد کچل باید خوشحال هم باشد که قرار است از شر زندگی نکبت بارش خلاصش کند. جه جنوب را به یاد می آورد، حیاتشان را، کودکیش را، فوتبال بازی با توپ پلاستیکی یک لایه در حیات خانهشان که آن موقع به نظرش خیلی بزرگ می آمد، نوجوانیش را، وقتی همه در حیات جمع می شدند، دزدکی فیلم سوپر دیدنش را، روی دور تند گذاشتنش را که ارضا شدنش همزمان شود با قهرمان بلا منازع فیلم که اکثرا دکتر بود، اوایل جوانیش را، وقتی خانه شروع می شد از مهمان به حیات می آمد و فکر می کرد به خودش، سیگار هم می کشید که اگر کسی در بسته اتاق پذیرایی را باز می کرد و می پرسید چرا اینجا نشسته، بگوید دارم سیگار می کشم. نمی شود که به کسی گفت دارم فکر می کنم. مضحک به نظر می رسد. چرا تهران را ول نکرد بعد از اخراج شدنش از دانشگاه؟ چرا نمی شود تهران را ول کرد؟ دکتر علی اکبر استمنانی در این باره می گوید از دیگر علل رشد جمعیت پایتخت ماندگاری دانشجویانی است که از شهرستان به دانشگاه تهران راه یافتند. متاسفانه وجود امکانات بیشتر نسبت به باقی شهرها در تهران و رشد فکری و تحصیلی آنها را درگیر خواهد کرد، به طوری که 44% از جوانان شهرستانی دیگر به شهرشان باز نخواهند گشت. دکتر به فضای نسبتاً ولنگواز تهران و موقعیت بهتر شغلی در آن اشاره نمی کند، دلایلی که خود او را پایتخت نشین کرده. جه تنهاست؟ خودش اینطور فکر نمی کند. قبلا به این مسئله فکر کرده، زیاد فکر کرده. وقتی دختری در حیات دانشگاه دلش را برد، بردان دور دورها، دختری که حتم داشت قبلا او را جای دیده، جایی آن نزدیک نزدیک ها، جایی که می شد ولش کرده از بس چسبیده بود مثل پیراهن عرق کرده به تن. دختری که وقتی طره خرماییش بیرون می افتاد از مغنهش، وقتی آفتاب تنها می تابید تا او را زیباتر کند، دیوانه می شد، او فکر می کرد به تنهاییش. نه، تنها نیست چون با دختری که دوستش دارد نیست. تنهاست چون هیچ کسی را ندارد تا برایش از آن دختر بگوید. بگوید چرا این همه می خواهدش؟ چرا وقتی می بیندش قفل می شود چشماش؟ چرا از وقتی او را دید جرق نمی زند؟ چرا هیچ وقت تنها ندیده او را؟ چرا همیشه یکی دو دختر چادری همراه اویند؟ او که انگار تخمش هم نیست آنها، انگار غرق دنیای خودش است و تنها ظلم می‌زند به آنها. بعید می‌داند یک بار هم بحث کرده باشد با اطرافیان چادریش. چرا؟ چرا تهران را ول نکرد؟ قلقل می‌کند آب کتری. فکر کنید در مسابقه دو میدانی شرکت کننده ای که قرار است دوم شود
پسری باشد که بعدها عاشق دختری می شود که با شرکت کننده ای که قرار است اول شود ازدواج می کند. جالب است نه؟ و او هیچگاه از این موضوع با خبر نمی شود. تازه ممکن است بعد از خواندن آگهی استخدام به شرکتی برود که قبل از او شرکت کننده اول شده رفته و آنها او را انتخاب کرده اند و دیگر نیازی به استخدام ندارند و ممکن است تنها یک رتبه با آخرین فردی که در رشته مورد علاقهش قبول می شود فاصله داشته باشد و تقدیر او را در همان دانشگاه هم در رشته دیگر بپذیرد. اتفاقی که اگر نمی افتاد آن موقع او بود که همکلاسی دختری می شد که دوستش می داشت و بیشتر و بیشتر می توانست ببیندش و شاید این حجب و حیایش را می گرفت و موقعیت بهتری ایجاد می کرد برای اینکه علاقهش را ابراز کند و شاید به هر ترتیب شوهرش می شد به جای ده که حالا آن دختر در عقد دائمی اوست. ده که تنها یک رتبه با جه فاصله داشت. جه اطلاعی از این موضوعات ندارد، مشغول دم کردن چای است، سیگار هم که ندارد. 11 چک پول 1,000,000 ریالی و 93 اسکناس 10,000 ریالی. یکی از این آخری ها را برمی‌دارد، شلوارش را پیدا می‌کند، دست کلیدش را لای انگشت‌هاش جا می‌دهد و بیرون می‌زند تا از دکه دو بسته سیگار بگیرد. چرا 1,193,000 تومان و نه 1,200,000 تومان؟ این که کمتر نیست که معلوم است. لابد توافق بین جه و عمهش کمتر از این نبوده، اما چرا بیشتر نه؟ عمهش تقریبا خلوز است. 7,000 تومان را قرار است در ازای پس دادن کرد به او بدهد. آیا جه جذاب است؟ اعتماد به نفس داشتن عامل بی نهایت مهمی است برای جذاب به نظر رسیدن. یک چیز کاملا درونی به نام اعتماد به نفس دقیقا مربوط است به یک چیز کاملا بیرونی به نام جذابیت. جه اعتماد به نفس نداشت. ته در دانشگاه یک بار هم جه را ندید، یک بار هم چیزی از او نشنید. کلا جه اعتماد به نفس لازم را نداشت. حالا چه؟ حالا هم ندارد. آیا جلقی بودن ارتباط تنگ و تنگ ندارد با اعتماد به نفس داشتن؟ با هم رابطه معکوس ندارند؟ بسته به نوع جلق زدن و اندیشه‌ای که قبل و بعد از جلق ذهن جلق زننده را مخدوش می‌کند یا نمی‌کند چرا؟ دارند. فردی که در احساس گناهکار بودن غوطه‌ور می‌شود بعد از انجام این کار قطعاً از اعتماد به نفس کافی برخوردار نخواهد بود در مقابل دیگران. این فرق می‌کند با کسی که با افتخار آخرین جلقی را که در توالت رستوران سلف سرویس سارا زده برای دوستانش تعریف می‌کند. چه جذاب نیست، شعرهای گفته، داستان‌های نوشته، اما برای هیچ کس نخونده. او آثارش را بیشتر از فرزندان نداشتهش دوست می‌دارد، چرا که معتقد است آنها مثل فرزندانشان می‌مانند، با این تفاوت که دقیقاً همان چیزی می‌شوند که انسان می‌خواهد بشوند. در مورد فیزیک انسان توجه خاصی نشان نمیدهد. مثلا به نظرش فرقی نمیکرد که به جای 5 انگشت کمتر یا بیشتر میداشت. تنها شکل لیوانها و دستکش ها فرق میکرد. چه جذاب نیست. حتی اگر آن ذره لعنتی باعث عدم رشد بخشی از موی سرش نمیشد باز هم جذاب نبود. آیا واقعا مهم است آن ذره لعنتی کی و کجا اتفاق افتاده؟ خلاصه آنچه برای جه اتفاق افتاد. او به ساختمانی که عمه‌اش در آنجا زندگی می‌کند می‌رود. در راه پله منتظر می‌ماند. از آن طرف سرخوش از گاییده شدن توسط پسری جوان و جذاب به خانه‌شان باز می‌گردد. چکمه‌هایش او را یاد تنه عرق کرده جوان می‌اندازد، یاد بازوهای قدرتمندش، یاد ناخن‌های خودش که فرو رفته در بازوهای جوان، یاد لذت سرشاری که در چشم‌های او می‌دید، یاد چشم‌های بسته او. معمولا دخترها دوست دارن چشمای مرد هنگام معاشقه باز باشد که مبادا در ذهن معاشقه با فرد دیگری را تجسم کند، اما عاشق چشمای بسته است. ناخودآگاه ترجیح میدهد مرد روی او فکر کند آنجلینا جولی را میکند و در اوج است، تا اینکه ببیند آرام میکند و آنچنان در اوج نیست. دوست داشت با یک دست با سینه های درشتش که تنها مال او و پسر خاله اش بود بازی کند و با یک دست تن گشادش را که خودش فکر میکند تنگ است لذتشتر کند از چیزی که هست. به کسش میگوید تن. مثلا قبل از آخرین سکسی که در عمرش داشت با آن پسر جوان گفت دوست داری بری تو تنم؟ اما وسط خیابان درست وقتی از خط عابر پیاده میگذرد. جه پشیمان شده. چرا باید آن تاس را بکشد؟ چون در کودکی حسودی میکرده از نگاه مادرش به او؟ چون در نوجوانی صدای آنها را در اتاق خواب شنیده؟
چون در جوانی از هول شدن مادرش و زیف باز شوهر عمه‌اش وقتی سرزده وارد خانه شده مطمئن شده خبری است، گور پدر مادرش، گور پدر خودش، یک دست روی ماشه کلت و یک دست لای موهای فرش، سر پایین پایین میآید از پله‌ها کشان. قرار دارد که مو بکارد با مدرن‌ترین شیوه، آنطور که دکترش میگفت. هشت شب را عوضی گرفته با هشت صبح. نزدیک و نزدیکتر میشود. خانه‌شان شمالی است. در پاگرد کوچک اول هیچ واحدی وجود ندارد. جه پایین پاگرد اول درست آن طرف در نشسته. سرش را بالا میآورد. ناگهان چشم بر چشم شوهر عمه هل شده. هنوز اینجا اینجا چه میکنی؟ مرد تاس در نیامده از دهنش در باز میشود. جه هل میشود و شلیک. جه برمیگردد و شلیک. جه گن زده و شلیک. پدر و مادر پس از یک دوره اختلاف شدید با مشکلات فراوان از یکدیگر جدا میشوند. زن مهریه خود را به اجرا میگذارد و مرد را گرفتار دادسرا قوه قضاییه و زندان میکنند. مرد پس از کش و قوس‌های فراوان مهریه زن را قسپندی می‌کند و از زندان آزاد می‌شود. کودک تا برگزاری جلسه نزد پدر خود می‌ماند. دادگاه حضانت فرزند را تا 7 سالگی به مادر او می‌سپارد. مرد معتقد است که زن صلاحیت حضانت فرزندش را ندارد، زیرا زن حتی در زمانی که در عقد مرد بوده اقدام به سرقت از منزل او می‌کرده است. دادگاه دلایل مرد را نمی‌پذیرد و می‌گوید رابطه مادر و فرزند حقی است که باید به مادر داده شود. در این حال دادگاه هفته یک بار به پدر اجازه ملاقات با فرزندش را می دهد. فرزند 1-2 ساله بین زوجی که از هم جدا شده اند بلا تکلیف است. تا 1-2 جلسه دیدار هفتگی پدر و فرزندش ادامه دارد. بعد از آن دیگر پدر فرزند خود را نمی بیند. مادر محل سکونت خود را تغییر داده و بستگان از محل سکونت وی اطلاعی به پدر نمی دهند. پدر مدت این مسئله را پیگیری می کند. در این مدت برای پیگیری به دادگاه هم مراجعه می کند. طولانی شدن بیخبری زندگی را به شکل عادی خود باز می گرداند. پدر دوباره ازدواج کرده و زندگی جدیدی را آغاز می‌کند. مادر نیز از سوی دیگر ازدواج کرده و با فرزندش زندگی می‌کند. حالا 6 سال از این موضوع گذشته است. مرد حالا پدر 2 دختر دیگر هم هست. از زندگیش را دوست دارد ولی همچنان از فرزند اول خود بی‌خبر است. یک شب از بیمارستان با منزل خواهر مرد تماس می‌گیرند. فرزند وی در بیمارستان بستری است و برای هزینه‌های بیمارستان به او نیاز دارند. مرد خود را به بیمارستان می‌رساند. فرزند او به دلیل ضربه به سر در ICU بستری است. مرد بعد از 6 سال فرزندش را می‌بیند در کما و می‌شنود که مادر و همسر دوم او بازداشت شدند. پزشکان امکان کودک آزاری را محتمل می‌دانند. روی بدن کودک اثر سوختگی، گاز گرفتگی، کبودی و کوفتگی وجود دارد. کاری از دست پزشکان بر نمی آید. کودک دچار مرگ مغزی شده است. پدر باید دوباره با فرزند 6 سالش خداحافظی کند. به ناپدری فرزندش فکر می کند و به زنی که پزشکان به پدر پیشنهاد می کنند اعضای فرزندش را اهدا کند. پدر نمی فهمد. پزشکان پیشنهاد می کنند اعضای فرزندش را اهدا کند. پدر مات مانده است. پزشکان دوباره پیشنهاد می کنند. پدر سردرگم است. نمی خواهد بفهمد. همسر دومش او را دلداری می‌دهد. آنها پدر را متقاعد می‌کنند. پدر رضایت می‌دهد و اعضای قابل اهدای فرزندش را اهدا می‌کند. حالا کودک دیگر نفس نمی‌کشد. مرد دوباره به دادگاه می‌رود، اما این بار شاکی است از مادر فرزندش، از ناپدری فرزندش، از حکم دادگاه، از این همه دوری و شاید از خودش. پزشک قانونی گفته احتمالاً کودک آزاری‌ها توسط مادر کودک انجام شده است. حالا دیگر فرقی نمی‌کند. مهم این است که فرزند او دیگر زنده نیست. قصاص می‌خواهد. می‌خواهد خودش را قصاص کند. می‌خواهد انتقام بگیرد، ولی از چه کسی؟ از چه چیزی؟ حالا دیگر دانیال 6 ساله با تمام رنج‌های کودکانه‌اش در سینه خاک به خواب رفته. تنها دلخوشی‌اش به این است که اعضای بدن این کودک معصوم در بدن کسانی که به آن نیاز داشتند زنده است. ولی مقصر واقعی کیست؟ مادری که شاید خود قربانی یک بیماری روانی باشد؟ پدری که فرزندش را گم می‌کند و بیشتر از آنچه گشته به دنبال پسر نمی‌گردد؟ یا جامعه‌ای که قوانینی کهنه برای حفاظت از بچه‌ها دارد؟ دکتر افشین امیری، متخصص پزشکی قانونی و استادیار طب اورژانس دانشگاه شهید بهشتی، و دکتر سید جلال یونسی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، و فاطمه نوبخت امیرکندی، وکیل پایه یک دادگستری، به این سوال پاسخ می‌دهند. چه کسی بعد از خواندن این خبر حوصله خواندن خزعبلات افشین امیری و جلال یونسی و فاطمه نوبخت امیرکندی را دارد؟ هیچ کس. همانطور که خواندید، آن مرد پدر 2 دختر هم شد. چه و ه آن 2 دختر هستند که حالا خیلی بزرگتر شده اند، انقدر که چه 21 ساله است و ه 19 ساله، شاید هم بیشتر.
چیزی در آن خبر بود که ما را مطمئن کند مربوط به حدود 20 سال پیش از زمان حال است. الان 22:55 دقیقه 19 شهریور ماه سال 1389 است. یا مطمئن کند مربوط به حدود 20 سال پیش از زمان حال نیست؟ با این حساب اجازه دهید که آن دختر چادری باشد که از پهنای لانگ شات دوربین 23 گذشت. چه حالا نسبت به همه چیز بیخیال است. وقتی توانست با دوست پسر دار شدن صمیمی‌ترین دوستش کنار بیاید، نسبت به همه چیز بیخیال شد. 2 سال طول کشید. در این 2 سال همه نگرانش بودند. هرچند از تمام کارهایی که خود او حالا وقتی میخواهد تعریفشان کند قبلش میگوید به نخندی یا میگوید شاید فکر کنی دیوونه شده بودم، ولی اطلاع نداشتند. در این 2 سال هفته 2 بار شاید هم بیشتر به قبرستان میرفت. نه آخر هفته ها. سطل پر آب به دست. میگشت دنبال سنگ قبرهایی که از خاک رویشان معلوم بود کسی به یاد خاک زیرشان نیست و میشست و دست میکشید و دست میکشید و میشست. به کوه میرفت و با 3 هفته و عربده میکشید. آنجا به خدا نزدیکتر بود. هر وقت تشییع جنازه میدید شرکت میکرد. دوست داشت حتی مرده ها را بشوید. نمازها همه سر وقت، رژه لب قدغن، ریمل قدغن و و و میگوید حالا که آن روزها در نهایت آرامش بوده، این کارها به او آرامش میداد. وقتی از او میپرسی حالا آرامشی هست و میگوید نیست و میپرسی خب چرا دوباره آنطور نمیشوی که بودی، جوابی ندارد بدهد. هه مهربان تر از 2 سال قبل است. در خانه، در خیابان، در دانشگاه و اگر سر کار برود آنجا هم. کدام یک از این 2 حاضر است چوب به دست سر کوچه‌شون بیستد و آدامس بجود؟ چه؟ چون اول اسمش چست؟ بله، ولی نه به این دلیل، به این دلیل که حالا نسبت به همه چیز بیخیال است. چه؟ چه نقشی در پیش برد داستان دارد؟ قرار است ترنوشت کسی که در داستان مهم است به دست او عوض شود؟ قرار است کسی که در داستان مهم است ترنوشت چه را عوض کند؟ آیا کسی که نسبت به همه چیز بیخیال است میتواند مهم باشد؟ اصلا چطور میفهمیم کسی یا چیزی مهم است؟ از تکرار؟ از حادث آفرینی؟ از شبیه بودن؟ از چه؟ اگر چه گوارا بود آیا تأثیر بیشتری نمیگذاشت هم بر داستان هم بر جهان؟ به نظر شما چه مهم است چون وجود دارد؟ آخرین هم نظر است؟ به نظر هه این همه شخصیت چادری که حول محور شخصیت‌های اصلی داستان‌ها و سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی ول می‌گردند یا باید کامل حذف شوند یا اینکه به شخصیت اصلی تبدیل شوند. نه اینکه خیلی انسان مقیدی باشد، نه، اما او روی کرده غیر معمولی آحاد جامعه را نسبت به نوع پوششش دوست ندارد. البته او 1 سال بعد نظر و نوع پوششش را تغییر خواهد داد. فعلا از آنهایی است که ازدواج با مردی مهم و قابل اعتماد تقریبا تمام فکرش را مشغول کرده. زندگی بین آشپزخانه و تخت خواب، آنطور که در تخت خواب زندگی کند و در آشپزخانه آشپزی. ظرف ها را ماشین ظرفشویی بشوید و رخت ها را ماشین رختشویی. هر هفته 1 بار شمسی خانومی، ملوک بانوی، کسی بیاید و خانهشان را برق بیندازد از تمیزی. درصد بالایی از جوانان تن به ازدواج میدهند تا از خانواده‌ای که دوستش ندارند، گاهی هم دوستش دارند اما نه اونطور که به تک تک اعضایش عشق ببرزند، جدا شوند. اما هه از آنها نیست. او هیچ وقت مورد گیر خانواده قرار نگرفته. هیچ وقت از نظر اعتقادی با آنها به مشکل برنخورده. با تمام وجود خواهری را که شبیه او نیست دوست دارد. مادر مهربانش بهترین زن دنیاست و پدر غمگینش بهترین تکیگاه او. او هیچگاه به دوست نزدیک آن دورانش نگفت که پسری که چند روز قبل به صورتش خیره شده بود و لیوان پلاستیکی چای لب ندیده در دستش مانده بود، بی مقدمه به هی گفته بود که آیا ازدواج کرده؟ و وقتی هی گفته بود نه، آن پسر بی حیا گفته بود پس نیاز جنسیش را چطور برطرف میکند؟ و نیشخند زنان از کپ کردن هدور شده بود. حالا بچه نمیخواهند. وقتی خواستند طوری برنامه ریزی میکنند تا دیماه به دنیا بیاید مثل خودش. باورهای مذهبی هه به 2 دسته تقسیم میشوند. آنهایی که تا آخر عمر همراه او میمانند و آنهایی که تا 1 سال بعد رهاشان میکند. از دسته اول جالبترین باور تعبیر مرگ به خواب است. هه معتقد است کسی که میمیرد درست مثل اینکه بخوابد. همانطور که در خواب یک سری غذایا بر ما میگذرد و ما واقعا فکر میکنیم حقیقی‌اند، مرگ هم همینطور. با توجه به ذهنیات، مشغولیات، حوادث، اعمال و غیره ای که برای ما پیش آمده یا ما پیششان آورده ایم خواب میبینیم. مرگ هم دقیقا همینطور است و این یعنی اینکه وقتی فقط 1000 خواب هایت کابوس است، خیالت راحت باشد و خوش باش و مهربان. هوای همه را دارد.
از استادی که یک بار برای سخنرانی به دانشگاهشان آمده بود خوشش آمد. آمارش را درآورد، فهمید کی و کجا درس می‌دهد. سعی می‌کرد هر هفته خودش را به یکی از کلاس‌هایش برساند. استاد پیر بود و ساده، به سادگی می‌گریست و هیچ کس را ساده نمی‌گرفت. وقتی از دانشجویانش شنید که بالای برگه‌های امتحانی به جای نام استاد می‌نویسد نام معلم، بیشتر شیفته‌اش شد. هیچ وقت نتوانست آنطور که دلش می‌خواست او را از ارادت بیش از حدش آگاه کند. اینطور فایده ای نداشت. باید کتابی از این می‌نگاشت و یک روز بهاری به اتاقش می‌رفت و لابلای دود سیگار کتاب را با شاخ گلی تقدیمش می‌کرد و چیزی نمی‌گفت. خدا کجا بود بابا؟ خه این را در جواب روحانی چهارم گفت. وقتی روحانی گفت خدا نگهدار، خه عهد کرده هر جا آخوندی دوزاری یا غیر دوزاری گیراورد سر به امامش بگذارد، با بحث کردن البته، و این قضیه را تا آخوند هفتم ادامه دهد. آخوند اول مترو. حاجی مگه خدا نمیدونست که من قرار مثلا آدم بدی از کار در بیام؟ چرا میدونست؟ مگه خودش نگفته هر کی آدم بدی باشه رو به بدترین شکل که تو قرآن هم اومده مجازات میکنم؟ حتی یه جا قسم خورده که جهنم رو پر میکنه. چرا گفته؟ خب این خدا مریضه به نظر من. این شروع بحث آنها بود. خه فعلا شخصیت محوری نیست. این گفتگو میتواند در واگن یکی مانده به آخر مترو صورت گیرد، طوری که اگر دختری چاق به سمت چپش نگاه کند آرا ببیند و اگر بیشتر نگاه کند آن پشت مشت ها از پشت درب شیشه‌ای فاصله انداز مترو توجهش به پسری جلب شود که یک دستی ایستاده و مشغول بحث با آخوندی است که نشسته. آخوند دوم، بنگاه معاملات ملکی. حاجی آقا من یه چند وقتی ایمانم سست شده، همش به خودم میگم نکنه خدا پیغمبر و آخرت که اینا دروغ باشه. تقصیر من و امثال منه پسرم، شما اعمال ما رو ملاک اسلام و ایمان ندون. نه حاجی آقا بس هم چیز دیگه است. شما دیوید هیوم رو میشناسین؟ بله. خب چطور ممکنه آدمی با اون فهم و کمالات اشتباه کنه؟ روحانی طوری لبخند میزند که دندانهای سفیدش پیدا نشود، عمامه سیاهش را جابجا میکند و میگوید ببین پسرم. در همین حال به وارد می شود تا برای بار دوم برای بنگاهداری شرایطش را شرح دهد. آخوند سوم، هواپیما. حاجی شما قبلا لندن رفتین؟ بله. اگه بپرسم با چی رفتین رو حساب فضولی می زنین؟ بله. حاجی بد اخلاق نیستین یکم؟ آن خشت بود که پرتوان زد جوان. می خواهی واسه جوک تعریف کنم؟ بله اگه ممکنه. میگن یه بنده خدای دوتا کت پوشیده بوده، یکی ازش میپرسه اما واسه چی دوتا کت پوشیدی؟ یارو میگه به روح اعتقاد داره. اینو شنیده اما جی ادب حکم کرد میذاشه تا آخرش بگم. آخه ترسیدم آخرش رو عوض کنی. خب چه اشکالی داشت یه مدل دیگه میشنیدیش؟ بسیار جاقا مگه رو با رشد جسم تغییر نمیکنه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا من 20 ساله رو هم فرق میکنه به زمانی که 1 ساله بودم. بله درسته. خب من فکر میکنم با توجه به اینکه هیچ خاطره ای از روحم در مدتی که به دنیا نیامده بودم ندارم، روحی وجود نداره، یا حداقل بعد از مردن جسمم وجود نخواهد داشت. روحانی حوصله بحث ندارد. در ضمن او ارادت خاصی به آیت الله قدوسی دارد و چقدر خوشحال میشد اگر میفهمید برادرزاده آیت الله قدوسی فقط چند صندلی با او فاصله دارد. آخوند چهارم، خیابان. سلام. علیکم السلام. شما این دختر خانمی که بهتون تنه زد میشناختین؟ نخیر. بله من میشناختم. اگه شما این لباس تنتون نبود وای میشد یه از خواهی کتکولوف میکرد. فکر نمی کنم اون خانم قد عجله داشت که بعید میدونم اگه بهرام رادانم بودم میستاد. حاجی آقا شما بهرام رادان از کجا میشناسین؟ خب من سینما رو دنبال میکنم، البته بیشتر سینمای غرب رو. ما توی سینما تقریبا حرفی برای گفتن نداریم، هرچند شناختن ایشون نیازی به پیگیر بودن در عالم سینما نداره. من خیلی دوست دارم برم حوزه حاج آقا. وقت تو تلف نکن. مگه شما وقت تو تلف کردی؟ نه خیر، بنده بیشتر از 2 برابر شما سن دارم. وقتی هم سن سال شما بودم اوضاع شکل دیگه ای بود. شمارتون رو به من میدین؟ اگه منظورتون شماره موبایلمه، من موبایل ندارم، علاقه هم به داشتنش ندارم. با عزتون اینجا کاری دارم. به مغازه فوتوکپی و لوازم التحریر اشاره میکنند. خدا نگهدار.
من اگر جای خه بودم این یکی را در ردیف سربمان گذاشتن ها نمی گذاشتم، اما خه گذاشت. آخوند پنجم امامزاده صالح. خواهر اگر ممکنه به سرعی خانم بگید من کنار حوض منتظرشون میمونم، زیاد معطلم نذاره. آخوند سفید امامهی که جمله فوق را گفت آنقدرها هم پیر نبود که زیاد معطلم نذاره را با آن مظلومیت بگوید. حاجی آقا من این دختر خوشگله رو که تو خیابون میبینم دیوونه میشم، امکان ازدواج هم باستم فراهم نیست، شما جای تو را نداریم بتونم کسی سیغه کنم؟ این آب زلال رو میبینی؟ بله حاجی آقا، به همین آب زلال قسم که سراغ ندارم. اگه شما سراغ نداری پس کی بتونه مشکل منو حل کنه؟ اون کبوتر سفید رو میبینی؟ بله حاجی آقا، برو از اون بپرس. شوخی جون گرفته حاجی آقا؟ خب من از کجا بدونم پسر جون؟ این همه آخوند ترگل ورگل هست ماشالله، اونا لابد میدونن. پرسیدم حاجی آقا، هیچی جواب درستابی نمیده به هم. روحانی میخندد، خه هم آخوند ششم دکیه روزنامه فروشی. دنیا دست کی حاجی آقا؟ دست خدا؟ نه منظورم اینه که دست این بری هاست، دست اون بری هاست، دست ایرانه، دست آمریکاست، دست کیه؟ دست خداست برادر، دست خداست. جه هزاری را میگذارد روی پیشخوان. دو بسته بهمن کوچیک. نیم نگاهی به خه و عبای حاج آقا میاندازد. از خه خوشش آمده. خدا مگه دست داره؟ آخوند هفتم قبرستان. چه دست آخری را روی سنگ قبر میکشد و آب باقی مانده سطر را خالی میکند آن رو تا اسم مرحوم را کامل تر بخواند. ملای قوس کرده آن طرفتر ماترم زده نشسته بالای سر گوری خالی. چقدر پول میدم بهتون قرآن و اینجور چیزا میخونین بالا سر قبر را؟ ملا سرش را تیز برمیگرداند، یک چشمش قرمز تر از اون یکیست. با خشم زل میزند به خه. خه لحظه ای دنبال چشمی میگردد که به طرف اوست. لوش است ملا، هنوز پیدا نکرده. گم شو پدر سگ. خه پیدا میکند چشم چپ. خه جا گم شو حروم زاده. انگار آب باقی مانده سطر را خالی کنند روش. خشک از زده خه. ملا تیز بلند میشود، نعلینش را میکند از پا و میکند دنبال خه. خه پا میگذارد به فرار. ملا ولکن نیست، سرعتشان یک اندازه است، ولی ملا رعایت میکند که پا روی سنگ قبرها نگذارد. فریاد میکشد وایسا کستکش وایسا. ملا میایستد، خه میافتد، میافتد توی گودالی حاضر شده برای محتضری آماده. ملا آرام آرام راه میافتد سمت گودال. ده شاد است. اصلا شادی چیست؟ اگر بپذیریم شادی تنها وقتی واقعی است که اطرافیانمان متوجهش بشوند، ده این چند روز شاد نبوده، حداقل اوقاتی که اطرافش کسانی بودند شاد نبوده. مقعد هر انسانی دو دریچه دارد، یکی غیر قابل کنترل است و دیگری را میشود با اندکی اراده کنترل کرد. ده در جمعی 9 نفره بین دوستان و تازه آشنا شده هایی نشسته، بحث بالا گرفته بود که باد از دریچه غیر قابل کنترل عبور کرد. ده لمبرهایش را سفت به هم چسباند. بحث ادامه داشت. ده حس کرد این باد گوز نیست، چوس است. تا زرچگه باشد بین مبحث شکستن تخمی ژاپنی و تخمی آفتابگردان گم می شود. ده دیگر توجهی به آنها نمی کرد، آماده بود تا آرام ولش کند. یکی از آن تازه آشنا شده ها از او پرسید نظر تو چیه؟ همه برای لحظه ای ساکت شده بودند. آن لحظه درست همزمان شد با گوزیدن ده. ده در نوجوانی در کشکول شیخ بهایی خوانده بود که سیدی حاضر جواب بوده که هیچگاه کم نمی آورده، ولی یک بار نتوانسته جواب رندی را بدهد. قضیه از این قرار بوده که شبی تار از کوچه تنگ می گذشته که پا روی مقدار حجیمی گه می گذارد. رندی می گذشته. سید مستعصل و حیران مانده بود در گه که چه کند. رند می رسد و می گوید می بینم بد جور در خودتان فرو رفته اید. ده احساس سید را داشت. جمع واکنش نوجوانانه ای نشان نمی دهد، پیگیر بحث می شوند. یکی از آنها می گوید دقت کردیم وقتی تخم ژاپنی می شکنیم چیزی که بیشتر روی زمین می ریزه مغز تخم است، ولی موقعی شکستن تخم آفتابگردون بیشتر پوست تخم می ریزه، به نظرتون چرا؟ و بحث ادامه پیدا می کند. چند نفر یادشان می ماند که از اطرافیانشان کدام یک بی موقع گوزیده. ده شاد نیست، اما علتش مسئله بالا نیست. آن جمع و آن اتفاق مربوط می شود به 19 سالگی ده، وقتی برای بار دوم کنکور نداده بود. حالا ده شاد نیست.
حالا که تنها 6 روز از عقد کردن ته می‌گذرد، او احساس می‌کند که اشتباه کرده. بعد از این همه برو بیا و بالا و پایین و چپ و راست، احساسش را با کسی در میان نگذاشته. یک جور حس حماقت دارد از در میان گذاشتنش. و از آنجا که ده از آنهایی است که کوچکترین مسئله ای را که ذهنش کمی مشغولش می شود با اولین کسی که می بیند در میان می گذارد، و از آنجا که هنوز نتوانسته این مسئله را با کسی در میان بگذارد، شاد نیست. ده فرزند اول خانواده ای فرهنگی است که اوقاتش را با کتاب و اینترنت و دوست می گذارند. دختران زیادی در زندگیش بودند، تعدادی به عنوان آشنای غیر همجنس و تعدادی به عنوان همخواب. او همیشه حدود را نگاه می داشت. با هیچ دختری طوری تی نکرد که یعنی دوست دخترش است. معمولا سن آنها بیشتر از ده بود. از همبازی های کوچشان بگیرید تا همکلاس های کلاس زبان، تا آنها که قبل از آشنایی بیشتر با ته می پلکیدند دور و برش. ده تقریبا دخترها را آدم حساب نمی کند، مگر اینکه مادر شده باشند. در عقیده ده دخترها پروژه هستند برای تحقیق که می شود با بعضی هاشون خوابید. حالا همچین آدمی چطور تن به ازدواج داده؟ با ته صحبت کرده، بیشتر صحبت کرده و به نظرش متفاوت آمده. ته غیر مستقیم حرف ازدواج را پیش کشیده. هر دو باهوشند. ده فکر کرده، مطمئن شده بالاخره روزی شعله لجبازیش نسبت به ازدواج فروکش خواهد کرد. و پیش خودش گفته چه کسی بهتر از ته میتواند مادر دخترش باشد. ده عاشق دختر بچه هاست و چه چیزی جز ازدواج میتواند او را از خانوادهش هم جدا کند هم نکند. چیزی که او پس از ساعتها فکر به آن رسیده، چیزی که برای او بهتر است، شاید هم برای همه مردها. پس حرف برنارد شا را که ترجیح میداده هر روز یک لیوان شیر بنوشد تا اینکه یک گاو به خانهشان بیاورد، فراموش میکند و وارد مهیا ساختن شرایط ازدواج با ته میشود. همونطور که گفتم، معمولاً سن دخترهایی که با ده روی هم ریختند بیشتر از خودش بوده. یکی از آنها آ بوده. آ واسطه یه متنی بوده که قرار بوده ده ویراستاریش کند. متنی معمولی و ادبی. ده ویراستاری متون ادبی را قبول ندارد. به نظر ده ویراستاری روی آنها باعث می شود بیشتر شبیه به هم شوند و این اشتباه است. آ ده را ملاقات می کند، اما آن یک ملاقات منجر به با او خوابیدن نمی شود. حتی می شود گفت بدون آن ملاقات هم آنها هم خواب می شدند. لخت 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 با کیر نچندان کلفت ده و کمر نچندان باریک آ. ده همان آقایی است که میخواست پشت خط تلفن محل کار آ اطمینان حاصل کند که شماره را درست گرفته و نپرسیده بود سلام ببخشید اونجا فلانجاست. گفته بود میدونم روزی 1000 بار باید به این سوال جواب بدین، ولی اگه ممکنه منو مطمئن کنین که با فلانجا تماس گرفتم. ده آدم خوبی است، چون اگر قرار باشد که با کسی دست بدهد، پاشنه کفشش را با دست چپ برمی‌کشد. او برای انجام این کار نیازی به وجود چشم‌هایی که مواظبش باشند ندارد. او این کار را انجام می‌دهد چون آدم خوبی است. هرچند خودش ربط زیادی بین این دو مقوله نمی‌بیند. اینها بخشی از اس ام اس های آ و ده قبل از ملاقات دوم هستند. ده: منو تحریک کن. آ: وای، یعنی بگم که می‌خوام لبامو اینقدر مزه کنه که کبود شن؟ بعدش میخوام دستتو بیاری پایینتر، میخوام صدای قلبمو بشنوی و لمس کنی سینه هامو. آهی دارم تب میکنم تو دستات. ده: نه، میخوام با جزئیات بگی. ببین، ما یه خانم همسایه تنها داریم که تو شرایط عادی امکان نداره باهاش بخوابم. یه جوری تحریکم کن که همین الان برم پیشش. آه، اصلا برو با همون بخواب قهرم. ده: اینو گفتم که بفهمی چقدر باید ولوم تحریک کردنمو ببری بالا. آه، تا نازمو نکشی چی نمیگم. ده: واسه نازه تو کشیدم به لاله گوشت احتیاج دارم که فعلا در دسترس نیست، خودت یه کارش بکن. آ: من کم تحملم، حالا از بوسه از لاله گوشم به لبم رسیدی، حالا سینم تو دستته، از وقتی داری لمسش میکنی نوکش برجسته تر شده. آی، یه دستت هم بالای تنمه، داری میمالیشو محکم به این فرو میکنی. آی، درد داره، یواشتر. آ: آی، دارم تلف میشم اینجوری، نفس نفس میزنیم با هم انگار. منو چسبوندی به دیوار و میخوای همینجوری بکنیم. وای، دیوونه شدم. آ: داره گریم میگیره از فشار. من آماده ای آمادم، میخوام واقعا منو بکنی. آ: دارم جدی میگم، داغ کردم، پاهم سرد شده، کمرم عرق کرده، میخوام، حالم خوب نیست خیلی. ده برای بار سوم گفته بود که عجله دارد، باید برود، و وقتی مطمئن شده بود ته فهمیده که چه گفته، رفته بود گوشیش را چک کرده بود. از صندوق ورودی پیام‌های همراهش بالایی را باز کرده بود. یک بار دیگر آدرس را خوانده بود و قدم‌هایش را محکم‌تر برمی‌داشت. عاقد برای بار سوم گفته بود: آیا وکیلم؟ و وقتی مطمئن شده بود ته فهمیده که او چه گفته، کار را تمام کرده بود. ده آدم خوبی است، چون حتی در خیالش هم دروغ نمی‌گوید، حتی به خودش. وقتی در تاکسی نشسته و به سمت آ می‌رود، روند سکس را مرور می‌کند. هیچ لحظه حالتش را از چیزی که هست بزرگتر در نظر نگرفته.
و وقتی در خیالش به او میگوید کیر گندت رو بکن تو کسه کوچولوم، کیرش میخوابد از دروغی که در خاطرش است. ده آ را در آستانه در ندیده بود. نمیدانست که قبلا هم او را دیده، اما آ چند لحظه قبل از آن از دیدن ده روی مانیتور آیفون تصویری خانه‌ای که تقریبا برای اوست و تقریبا کسی از وجودش خبر ندارد، لبخند نصف نیمه ای زده بود. واو، ببین کی اینجاست. سلام، میدونستی منم؟ وقتی جلو FF دیدم فهمیدم. نمیذاری بیام تو؟ آخ، ببخشید عزیزم، بیا تو. کفشمو در بیارم؟ هر جور راحتی. پس در میارم. چی واسهت بیارم؟ لب. تو خیلی عوض شدی. موقعیتمون عوض شده. گاهی یادت میافتادم. خب طبیعیه. میتونی بیای روپام بشینی؟ میدونی که میتونم. نمیخوای واسم بخوریش؟ الان برمیگردم. تو هنوز خوشگلی. میگن سلولای بدن هر 7 سال یه بار کلا عوض میشن. تازه 3 ماه گذشته. اگه نمیخوای جوابشو بدی گوشی تو خاموش کن. فلش کن، مهم نیست. هنوز هم میخوای واسم بخورمش؟ شک نکن. از موهات خوشم میاد. من از چشات خوشم میاد، مثل چشم قاتل هست. آروم آروم. چی عزیزم، میترسی تلف شی؟ چجوری دوست داری؟ بمونیم همونجا یا بریم رو تخت؟ فقط آروم بیا بشین روش. آه، فوق العاده است. دست نزن، دستتو بکن تو موهام. میل خودته. چی شده ارزا شده عزیزم؟ تو فوق العاده ای، نتونستم بیشتر نگهش دارم. چیزی نیست عزیزم، دستم از اینجاست. دستشویی‌ام اون پشته، در راستی. کجا میری؟ باید قرص بخورم. میتونیم با هم بریم رو تخت؟ آره، میخوام لخشیم جفتمون. لخشیم؟ تو حالت خوبه؟ خوبم، تو بیا این بر تخت. نه، من همین بر میخوابم. میدونی همیشه فکر میکردم اینکه سر هیچ موضوعی به کسی درد دل نمیکنم نکته مثبتیه. همین الان میخوای راجبش حرف بزنی؟ آره، نزنم. تو باید بری، ناراحت نشو، ولی باید بری. داری گریه میکنی؟ دانیال، پس کن تو رو خدا، من تو موقعیتش نیستم. نه، به خاطر تو نیست. خدافظ. خدافظ عزیزم، مراقب خودت باش. بهت اسمس میدم. ده دیگر آ را ندید. جواب هیچ کدام از اسمس هایش را نداد و وقتی آ زنگ میزد میگذاشت تا آخر زنگ بخورد. البته زنگ که نه، گوشی ده فقط میلرزد. ده هیچ خوشش نمیآید که از گوشیش صدایی در بیاید. همنامی ده با برادر ناتنی کودک مرگ شده چه و هیمدی است؟ نه، هیچ عمدی در کار نبوده، ولی شاید بشود تصور کرد اگر آن پسر بزرگ میشد چیزی میشد شبیه ده. شاید تو ده در به در دنبال خانه میگردند. تهران نشد کرج، اما اگر کرج هم نشد باید صبر کنند تا بتوانند در تهران جایی را پیدا کنند. وضعیت کاری ده هنوز نامشخص است. ده که میخواست فقط در اتاق زیر شیروانی زیر نور چراغ مطالعه و مهتاب بنشیند و کاری کند که نوبل بگیرد، حالا به کار پاره وقت در کتاب فروشی هاشمی میدان ولی عصر راضی شده. چیزی نبوده که او میخواسته، ولی خب از کار در کله پاچه‌ای خیلی بهتر است. ده که نام تمام نویسنده های آمریکای لاتین، آنهایی که کتابی ترجمه شده دارند را بلد است، حالا باید کاشی های کتاب فروشی را طی بکشد و شیشه هایش را دستمال. فقط چند ماه بعد کار بهتری پیدا میکند. تا آن موقع کسی نباید بداند جز ته که به ده ایمان دارد. مطلع بودن از ایمانی که عقد کرده به تو دارد سبب بازگشت شادمانی در وجودت نخواهد شد. این ده است، درمانده و خراب. حالا بخوانیم از ده. نه، بخوانیم از ره. راستش ره قرار بودن صدایی باشد که بعد از باز و بسته شدن در و چشم های سه آمد. یعنی مردی که طبقه اول خانه همسر سه را اجاره کرده. قرار بود سه سعی در تقلید آبای ره کرده باشد برای ضبط صدایی که در موقعیتی شهوتزا تر قرارش دهد. قرار بود بلایی همسر سه بیاورد ره. اما رسیدن به حال فرصت سیر در گذشته را نمی‌دهد. پس ره دیگری را می‌خوانیم، آن که همین دور و بر است، جایی میان این همه کوچه و خیابان و بزرگ راه. نوشتم بزرگ راه تا یادم هست بگویم که آن یکی ره وقتی که دیگر جوان نبود توسط ماشینی فسفوری رنگ زیر گرفته شد، در حالی که هیچ کس، دقیقاً هیچ کس را نداشت. راستش پشت تلفن گفتم میخوام ببینمت، ولی وقتی پامو گذاشتم تو اتاقش گفتم میخوام بکنمت. دستای عین برف سفیدشو گذاشت رو تخت عین خون قرمزش، قنبل کرد سرشو برگردون طرف من گفت بیا بکن. اصلا شلوارمو در نیاوردم، زیپ ربونشو کشیدم پایین و رفتم طرفش زانو زدم. از اون زیر درشو بردم. هیچ وقت شورت نمیپوشم. یه مرد و یه معامله، نباید بذاره جاش تنگ بشه. دامن عین لیمو زردشو دادم بالا و کردم توش. بهش توف کردم توش پسر. حال میکنم با خودم. آروم آروم رفتم تا تهش ببینم چه خبره تو این بهشت که اینقدر خوندا وعدهشو کردن تو گوش ما. عوضی برگشت گفت ثابت بمونی حال نمیده جوجو، بعد هی بری هی بیای، هی بری هی بیای. اینا رو میگفت و دستشو از رو شلوارم گذاشته بود رو کونم و قول میداد سمت خودش، یعنی سعی میکرد حل بده سمت خودش. سفتر از این حرفام. زلف این پاییز طلاییشو گرفتم تو چنگم و گفتم آشغال دارم حال میکنم.
انقدر سوپر دیدن نمیدونن سکس واقعی چیه. گذاشتم همونجوری بمونه، انقدر آهوناله نکرد که مالم خوابید، کشیدمش بیرون. میدونین من یکی به این بگه نهار چی میل دارین سرورم راست میکنم، ولی از اون بر هم زود چپ میکنم، کافیه یکم، فقط یکم احساس کنم طرف تو حس نیست. گفت چی شد؟ گفتم میخواست چی بشه بی شرف خوابید. گفت آب تو ریختیتون. گفتم آب کجا بود بابا، قد عرص آب دارم هنو. گفت فاک بزنم واسد، چی میدونن سکس چیه، بس که سوپر دیدن کسخلا. کردمشون زیر زیپمو کشیدم بالا، تکیه دادم به تختش، اومد نشست کنارم، با اون چشای عین عسل خوردنیش زل زد بهم. روبرومو نگاه میکردم ولی حواسم بود بهش. انتظار داشت برگردم تو چشاشو بگم چرا اینجوری نگاه میکنی. خرم به خدا، پامو دراز کردم. اومد نشست رو پام. گفتم میخوام سیگار بکشم. گفت بکش. گفتم ندارم. گفت سب کن وسط بیارم. یه بسته وینستون لایت نصفه آورد واسم، پرت کرد خنک خنک، از یخچال می آوردش. هنوز ننشسته رو پام. دوباره گفتم آتیشم میخوام. از لایه سوتیان این حلوا قهوه ایش دست کرد یه فندک از این درست حسابی ها زیپو یا تو این مایه ها در آورد. فکر کرد اینجوری کف میکنم، بس که نشستم پای فیلم های سوپر. یه نخ در آوردم بذارم لبم. گفت خودم. گفتم خودت. گذاشتش دهنم، فندک زد. این فندک ها رو تو درشون رو نبندن آتیش دارن. وقتی نوک سیگار رو گرفتم دم آتیش فندک داشت به لبام نگاه میکرد. چی داره آخه این لب؟ از هر هزار تا یکیش خوردنی میشه. مال من خوردنی نیست، میشه باهاش میک زد، اما اینکه کسی بخورتش نه. اه حال به هم زنن اینا که لب میگیرن. کسکشو اصلا اسم آب دهن و بزاق و اینجور چیزا به گوشتون خورده؟ تا حالا آروغ نزدین؟ توف نکردین؟ سیر نخوردین؟ پیاز نلمبوندین؟ زردچوبه قاطی نشده با غذا تو دهنتون؟ چی آخه لب؟ خاکسترشو کجا بریزم؟ یه بند کرستش رو شل کرد. فاصله بین این یکی سینه و سینگیر سوتیانش انقدری شد که از 10 متری با دقت توی سکه 10 تومانی بندازی. گفت بریز اینجا داغم کن، حالا از این جنگولک بازی ها به هم میخوره. یه نگاه این بر اومد انداختم، بیخیال شدم، ریختم همونجا. گفت منو دوست داری؟ گفتم آره بابا دوستت دارم. گفتم همونجا خاموشش کنم؟ کسخل گفت آره. بس که فیلم دیدم زدمش کنار، پاشدم رفتم آشپزخونه سیگارو گرفتم زیر شیر آب، در کابینت رو باز کردم انداختمش تو سطل آشغال. برگشتم دیدم دم در آشپزخونه وایساده. اجاق این خونه گرم که آشپزخونهش اوپن نیست. این شروع داستانی است که ره مشغول نوشتن آن است. ره 14 سالش که بود، 15 سال بود که پدرش رو ندیده بود. 15 سالش که شد پدرش رو دید. شبیه عکسهایش نبود. تا 17 سالگیش هم دوام نیاورد و مرد. نازی پدر، بیچاره بابا. حالا 27 ساله است. آه الهام بخش شروع داستان ره است. اما قرار است در ادامه از ارتباطی که با پدرش نداشت بنویسد. از اینکه هیچگاه نفهمیدش. چه وقتی که معلوم نبود شهیدش کردند یا به اسارت برده شده. چه وقتی که برگشته بود. چه وقتی که برای همیشه رفت. برای مخاطبی که شمایید، خواندن رابطه ری با آ جذاب تر است یا خواندن رابطهش با پدری که حالا نیست؟ بگذارید قدری از ری بگویم، از آرزوهایش، از آنچه تاکنون بر او رفته، از هر کدام یک مورد. ری آرزو دارد روزی شبی به صاحب پرادوی رونیزی چیزی قدری پول بدهد تا در تاریکی انتهای پارکینگشان پایش را مدتی بگذارد روی ترمز ماشینش، تا نور چراغ قرمز پشتش بیفتد روی صورت زنی که قرار است در آن مدت ارضا کندش. آنچه تاکنون بر ره رفته کامیونی 18 چرخ بوده که چرخ 18مش درست از روی کلیه چپش رد شده. یک ظهر از خواب بیدار می شود، گوشیش را چک می کند، تماسی بی پاسخ می بیند از شماره‌ای که به نظر آشنا نمی رسد و می رسد. می رود سراغ دفتر تلفن، به شماره ها از اول از بالا تا پایین هر صفحه دقت می کند، پیدایش می کند. روبروی آن شماره نوشته بود دختری که زندگیم را قشنگ‌تر کرد، منو تو اون شب بارونی برد خونشون، مستم کرد، مست، هیچ وقت فراموشش نمی کنم. همین، نه نامی نه نشانی، هرچه فکر میکند چیزی یادش نمیآید. بعد از 7 دقیقه و 37 ثانیه مکالمه زده آخرین حرفش را میزند و دکمه قرمز را میفشرد. کلید زیر گلدون جلوی دره. مردی که روبروی زه سیگار میکشد میگوید خوبه این 500,000 تومنت. زه پول را در کیف سیاهش میگذارد و سیم کارت زرد رنگ را از گوشیش در میآورد. مرد لف زه را میبوسد. زه زود دور میشود. برای اینکه بفهمید قضیه از چه قرار است به تخیل و هوش زیادی احتیاج دارید. نگران نباشید، خلاصه‌اش میکنم. دوست ندارم سر چنین موردی وقت و فکر خود را آزار دهید. زه دارای قدرتی است که با داشتنش به گروهی نسبتاً جانی کمک میکند تا کلیه به دست آورند و بفروشند. سهمی که میگیرد زیاد نیست، اما بیشتر از این هم نمیخواهد. زه این قدرت را دارد که نفوذ کند در خواب افرادی که خوابگرد یا مستعد خوابگرد بودن هستند. گروه فردی را انتخاب می کند و تحقیقات آغاز می شود. پس از اتمام تحقیقات زه وارد عمل می شود. نفوذ می کند. حدس واقعی قصه دشوار نیست، اما لازم به ذکر است که مورد ره 4مین مورد است در کل و 2مین موردی است که منجر به موفقیت گروه می شود. زه را در 3 ماهگی سر راه گذاشتند. سر راه که نه، جایی که مطمئن باشند به جای طرف شدن رشد می کند. جایی مثل نزدیکی های شیرخوارگاه آمنه.
زی از همان نوزادی متفاوت بود. به غیر از بار اولی که موقع آویزان ماندن در دستان ماما گریه کرد، دیگر گریه نکرد. زن و مرد مسنی که سرپرستیش را بر عهده گرفتند مشکوکانه ناپدید شدند. البته این هیچ ربط مستقیمی به زی نداشت. زی آن روزها دختری 18 ساله بود که در پی بازگشت به خیشتن از خانه فرار کرده بود. ری وقتی به هوش آمد از درد به بالاتنه برهنه‌اش می‌پیچید. خون از لای سوراخ‌های بخیه ناشیانی که به پهلویش زده بودند سرازیر بود. زوره هم را نمی‌شناختند. چه بسا والدین ری اگر نطفه ری بسته نمی‌شد، در صورتی که پدرش هم به اسارت نمی‌رفت، سرپرستی زی را بر عهده می‌گرفتند، اما سرنوشت جور دیگری رقم خورده بود. آشنایی با آب برای ری مثل آب گرم بود روی پوستت وقتی سرما خورده ای. به همان لذت بخشی و حال‌آوری، نرم و کوتاه. دلش می‌خواست بلندتر بود. بیشتر طول میکشید، اما وقتی دیگر کنار آمده بود با برای همیشه پدرش رو از دست دادن، انگار سرماخوردگی هم پایان یافته بود و دیگر آنچنان لذت بخش و حال‌آور نبود. حتی گاهی میسوخت از حضورش. ری نمیتوانست با خاطرات کنار بیاید، خاطراتی که انگار قسم خورده بود تعریفشان کند. خاطرات بارها و بارها دادنش، بارها و بارها با آدم‌های مختلف کارهای مختلف کردنش. به راستی که آفاهشه بود. ری به دختری که تا 25 سالگی به 8 مرد مختلف داده باشد میگوید فاحشه. اینطور که آ میگفت و معلوم بود فاحشه مؤدبانه‌ترین لقبی بود که میشد به او داد. ری خودش آنطور آدمی نیست. از اینکه بعد از مرگش ده‌ها زن ادعا کنند که خال زیر کیر او را دیدند خوشحال نمی‌شود. شاید بهتر بود بیشتر به ری و زندگی پرفراز و نشیبش می‌پرداختم، اما نمی‌پردازم. خودش دوست ندارد. ژه چند ماه بعد به دنیا می آید. مادرش یک ماه قبل از تولد ژه اسمش را انتخاب کرده. ژه در دنیایی سبزتر و آبادتر بزرگ می شود نسبت به ما، همانطور که ما در دنیایی سبزتر و آبادتر بزرگ شدیم نسبت به پیشینیانمان. ژه مثل حرف اول اسمش کمتر حضور دارد در متن داستان. حضور او تنها به این خاطر است که یادمان باشد که کدام نظریه در مورد آینده جهان درست است. همین. البته هرچند مهم نیست، اما دختر جوانی که به ب تنه زده بود ژه بود. آن موقع این امری تقریبا طبیعی است و کسی بابتش عذر چندانی نمی‌خواهد. هرچقدر تمدن پیشرفت کند سرعت آدم‌ها هم بیشتر می‌شود. برای باور این مسئله کافی است نگاهی بیندازید به راه رفتن شهروندان تهرانی و مقایسه‌شون کنید با شهروندان دیگر شهرها. بعد از انقلاب شوهرش سر به نیست می‌شود. نه خیلی که می‌گذرد حاج غلامرضا تهرانی او را به زنی می‌گیرد. اختلاف سنی حاج غلامرضا تهرانی با سه فقط 21 سال است. سه هووی زن اول حاج غلامرضا تهرانی نیست. زن اول حاج غلامرضا تهرانی یک سال قبل از انقلاب عمرش را داد به حاج غلام حسین تهرانی، برادر حاج غلامرضا تهرانی. این را که چرا عمرش را به آن داد و به این نه بعداً خواهید فهمید. اصلا چرا بعداً بفهمید؟ هم الان میگویم. مرحومه خاتون بانو با حاج غلام حسین آقا بیشتر کوک بود انگار تا با حاج غلامرضا جان. و اگر قرار بود باقی عمرش را به یکی از این دو برادر تقدیم کند، قطعاً به آقای شناسنامه‌ایش تقدیم نمی‌کرد. بگذاریم. سه به منزل حاج آقا که دو کوچه آن برتر بود کوچ کرد و برای مدتی آن خانه دو طبقه بی سکنه ماند تا حاج آقا امورش را رتق و فتق کند و به اجاره بسپارد. وقتی از حامله بودن سه مطمئن شدند، حاج آقا مجبور بود به سفری چند ماهه برود و سه خواهش کرد یک طور این گند را پاک کند. وقتی برگشت بچه سه ماهه بود، یعنی پاک که نشده بود هیچ، گندتر هم شده بود. چه زجر کشید سه. حاج غلامرضا هر طور بود از شر بچه خلاص شد، اما ضربه‌ای که به سه خورد هیچ وقت جبران نشد. هیچ وقت حاج آقا را نبخشید و دیگر به حاج آقا نداد. به آنقدر امامزاده صالح به زنهای بیچادر چادر داد تا حاج آقا سقط شد. آنگاه به خانه قدیمیش بازگشت و تا آخر عمر همانجا ماند. ببینم همین، وقتی زن و مرد با هم حال میکنن مرده بیشتر حال میکنه یا زنه؟ تو وقتی انگشتتو میکنی تو گوشت، انگشتت بیشتر حال میکنه یا گوشت؟ امین بهترین دوستشه است. 4 سال از شه بزرگتر است. امین میشود پسرعموی پدرشه. وگرنه چه توجیهی داشت دوست شدن پسر 14 ساله چشم و گوش بسته ای مثل شه با پسری که 4 سال از خودش بزرگتر است؟ امشب شه همراه خانواده به فرودگاه امام خمینی خواهد رفت تا به استقبال داییش بروند. حتما پسر داییش هم میآید. نه آنکه آمریکاست، همین که تهران است با آن تیشرت نارنجی جلفش. نمیداند چرا پسر دایی یکی یه دونه خلو دیوونش 20 دست تیشرت نارنجی دارد. هیچ وقت با او صمیمی نبوده. فقط هر وقت اوضاع کامپیوترش به هم می‌ریزد از او کمک می‌خواهد. امین میگوید به فرق بوی قرمه سبزی و قیمه بادمجان را نمی‌فهمد. شه میگوید کاش تو هم می‌آمدی. شه همیشه چیزی برای مخفی کردن دارد، اما همه چیز را به امین میگوید. از اس ام اس هایی که در گوشی به خواند وقتی خوابش برده بود بگیر تا دیدن کونه سفید روزیتا دختر دوست مادرش که در دستشویی خانه‌شان با فراغ بال نشسته بود و در را نیمه باز گذاشته بود. اما یک چیز را به امین نگفته، خیال هم ندارد بگوید. امین برادری دارد که 3 سال بزرگتر است از خودش. حالا مردی شده، اما زمانی که شه 8 ساله بود به بهانه توپ بازی به پارکینگ برده بودش. تا
تو بازی این گونه بود که شی میبایست توپ رو از مهدی بگیرد. مهدی نام برادر امین است. ولی انگار توپ مهم نبود، مهدی مهم بود. به شی میچسبید و میگرفت شی را و قدش را کوتاه میکرد و خودش را میمالید به پشت شلوارک زرد رنگ شی. مهدی اصلا پدرش نیست مدت هاست. حتی امین که از همه چیز خبر دارد از مهدی خبر ندارد. خداوند تجلی فرماید در بازگرداندن آن گشاینده بی‌شرف به آغوش پرمهر مادرش. مادرش فاطمه که شعر را به این فکر وامی دارد که کاش آدم می توانست خودش مادرش را انتخاب کند. آن وقت او فاطمه خانم را انتخاب می کرد. درست است که دیگر پیر است، اما بهتر از مادر خودش است که راه به راه داد می زند سرش. دنیای کوچک شعر کوچک نمی ماند، او بزرگ می شود. دنیایش بزرگ می شود، بزرگ می شود آنقدر که نصف مردم دنیا می شناسند شعر را و برایش ارزش قائلند، برای کارهایی که برای بهتر شدن دنیا کرده. دلش دلشه، ولی همینقدر کوچک میماند، همینقدر که یادش بماند وقتی میرفت بریند یا بشوشد مورچه های کنار سنگ توالت را با آب شلنگ محاصره میکرد. خواهرش، خواهرشه، سال آخر دانشگاه است، مردم شناسی میخواند. امین را از مردمی که شناسایی میکند کنار گذاشته، نه اینکه از او متنفر باشد، اما مردم حسابش نمیکند، یعنی آدم حسابش نمیکند. امین اما خوشش میآید از خواهرشه، نه اینکه عاشقش باشد، اما دوست دارد سر به سر گذاشتنش را، مثل بقیه دخترهای فامیل اما کمی بیشتر. خواهرشه اولین دختری بود که میل جنسی امین را برانگیخت. معمولا دخترهای فامیل اولین کسانی هستند که میل جنسی را در تو برمیانگیزانند، اما بیشتر که میگذرد نگاهت به آنها خواهران تر می شود. نویسنده متاسفانه خواهری نداشته تا حس شعر را دقیق بنویسد از حضور امشبی خواهرش در مقابل اقوام مادریشان در فرودگاه امام، اما فکرش را می تواند بازگو کند. شعر فکر می کند که اگر خواهرش زیبا نبود، حتی زیبا هم نه، اگر دختر نبود چه چیزی داشت برای اینکه متوجهش باشند. خودش چه؟ خودش که خودش را عاقل‌تر از چیزی که هست می‌داند چه؟ اگر پسر نبود، حتی فکرش هم آزارش می‌دهد. امشب شب مهمی است برای همشون. شه تا به حال خاندائیش را از نزدیک ندیده. پسر خاندائیش را هم همینطور، اما می‌داند که تقریباً هم سن و سال خواهرش است. خواهرش با بهنام هم بازی بودند. بهانه بهنام را وقتی رفتند آمریکا از مادرش، مادرش می‌گرفت. مادرش چند وقت است برادرش، برادر مادرش را ندیده. اسکایپ هم شد دیدن، باید بو بکشد شانه‌های بلندش را. بغل بگیردش. فایده‌ای ندارد اسکایپ. هنوز 4 ساعتی مانده تا راه بیفتند سمت فرودگاه. تلویزیون روشن است. حالا است که نوبت شما با اجرای پونه قدوسی شروع شود. پونه قدوسی خواهرزاده اش است. خواهرزاده مادرشه. پدرش، پدرشه، 1 ماه بعد برای بار دهم از شعر می‌خواهد که در مدرسه چیزی از این موضوع نگوید. نویسنده قرار بود بخش پایانی فصل شعر را به چند دقیقه اول برنامه نوبت شما اختصاص دهد، اما روسیا هست و شرمنده. چند روزی است به ماهواره دسترسی ندارد. حوصله صبر کردن تا مهیا شدن این موقعیت را هم. دنیای این روزای سه هم قد تنپوشش شده. شوخی نمی کنم، واقعا همینطور شده دنیایش. نه تنها هم قد تنپوشش شده که هم رنگ تنپوشش هم شده سیاه، مثل رنگ سالهای گذشته زلفش. بعد از فوت حاج آقا غلامرضا تهرانی به خانه قدیمیش بازگشت. همسایه ها احترامش رو داشتند. همسایه ها تا می توانستند خدمت می کردند به او. به خانهش که می آمدند برایشان فال قهوه می گرفت. یک چیزهایی از دوره های هفتگی قبل از انقلاب یادش مانده بود، یک چیزهایی را هم از خودش در می آورد. خانه را که مرتب می کردیم برای اون بر اسکناس می یافت. یک عده هم نظرش می کردند. می دانید که نظر کسی کردن چگونه است؟ حاجتی دارند، نزد کسی میکنند و در صورت برآورده شدن حاجتشان نزد آنی میروند که نظرش کردند و مبلغ را در پاکتی سفید رنگ تقدیمش میکنند. بس که نورانیست این زن و حالا بس که نورانیست این پیرزن. سه به جا و بی جا از کلمه نگران استفاده میکنند. روی زبانش مانده از وقتی دلهوری از دست دادن بچه‌اش را داشته. بیشتر هم شده وقتی فهمیده دختر است. طبقه اول را سپرده به بنگاه تا به زوجی جوان بدهند، اما قبلش باید خودش تاییدشان کند. با اینکه 1 سالی از این ماجرا میگذرد هنوز زوجی را تایید نکرده. البته یک بار زوجی آمدند و گرد و خاک‌ها را گرفتند و مدت کوتاهی نشستند، اما بعد گندش در آمد که آنها اصلا زوج نبودند. گرفته بودند گوی آنجا را تا گپ و گعده راه بیندازند و طوری عیاشی کنند که پول در بیاورند. هم چیزهایی از وسایلشان را جا گذاشتند و رفتند و دیگر پیدایشان نشد. سیب کبرا خانم سپرد تا پسرهایش را بگوید که همه را جمع کنند و ببرند بدهند به هر کسی که لازم می‌دانند. زن آن زوج قلابی زه بود. مرد آن زوج قلابی هم طبیعتا همان مردی بود که چند صفحه قبل لپ زه را بوسید. اما آیا اگر این مرد آن مرد نبود چه؟ اگر این مرد ره بود چه؟ البته اینطور نبود، اما بیایید فرض کنیم مرد آن زوج قلابی ره بوده. ره دقیقه 7 اولین مکالمهش با زه به او گفته وقتی دیدمه چی بهت بگم؟ زه هم گفته بگو کلید زیر گلدون جلوی دره. و قطع کرده و در آن گاراژ خالی 500,000 تومان پول رایج مملکت را در کیف سیاهش جای داده و سیم کارت زرد رنگ را از گوشیش در آورده و
بوسی داده و زود دور شده و چند روزی که گذشته به رزنگ زده و گفته از پنجره پایین را نگاه کند و نه، فرض بی خودیست. اصلا از کجا معلوم قضیه آن خانه و زوج قلابی مربوط نبوده و قبل از قضیه یره؟ اینها مهم نیست. چیزی که مهم است این است که زه مدتی هرچند کوتاه را با فاصله مکانی کمی از مادر واقعیش می‌گذرانده و هیچ کدام خبر نداشتند. به زه بعداً باز هم می‌پردازیم، اما چطور از حالا که ره خودش دوست ندارد به وی پرداخته شود از داویه زه به او بپردازیم؟ هرچه باشد ره چشم زه را گرفته. جمله ره چشم زه را گرفته به چه اشاره دارد؟ به اینکه زه هواخواه ره شده؟ به اینکه ره به تلافی قضیه کلیه چشم زه را در می‌آورد؟ یا این جمله جمله خنکی است و منظورش از چشم زه نقطه زه است؟ اگر به همین خنکی بود بهتر نبود بعد از فعل گرفته اضافه می‌شد و معلوم نیست کجا پنهانش کرده؟ زه در مقابل بروز زاویه دیدش نسبت به ره مقاومت می‌کند. ما نویسنده به همراه جمعی که مشتاق بودند این داستان هر چه زودتر به پایان رسد فشار زیادی آوردیم بر زه تا از ره بگوید، اما تنها چیزی که گفت این بود که ره دوست دارد موقعی که سیگار میکشد سرخی نوک سیگار را ببیند، و وقتی فشار بیشتری آوردیم تا منظور زه را بدانیم گفت که ره دوست ندارد مراسم کشیدن سیگار را زیر آفتاب برگزار کند. همین. از قدیم گفتند که خر مردم را میبایست یک وری سوار شد که هر وقت خواستند پسشان دهی جلدی پایین بپری و پسشان دهی. ما نویسنده و همراه جمعی که دوست ندارند داستان هرچه زودتر تمام شود معتقدیم بهتر بود جای این ضرب المثل در فصل پ باشد. فصل نباید 90 صفحه باشد تا فصل بخوانیمش. همین که جدایی انداخته باشد فصل است. ته چیزی از اردوی جنوب به یاد نمی آورد غیر از جنگولک بازی هایشون در قطار برگشت. هم کوپه ای ها همه هم مدرسه ای ها بودند، اما هم قطاری های چند کوپه آن طرفتر از دبیرستانی پسرانه آمده بودند که نصیحت های معلم پرورشی خوش اخلاقشان تأثیری روی آنها نداشت. همان شب بود در قطار که آن کس که خریدار به دورایم نیست با آن کس که به دورای خریدارم نیست را بلد شد، اما همچنان جای مثل اول و دوم را قاطی می کند، مثل وقتهایی که جای طلبکار و بدهکار را قاطی می کند. از خواب که آهسته بیدار می شود و پیرزن را می بیند وای ببخشیدی می گوید و نباید خوابم می بردی می پراند و تبسم مادر بزرگ نداشتهش را که در می آبد بلند می شود که برود. پیرزن می گوید حالا می خواهی فال بگیریم یا نه؟ تمی نشیند روی کاناپه، گوشی سونی اریکسون سرمه رنگش را از کیفش بیرون می آورد. دو میسکال، هر دو از ده. ده را می گیرد، فنجان قهوه می آید. باید بیایی اینجا را ببینی می گوید و بعدا توضیح می ده. همی می پراند و قطع می کند. باید بذارم یکم تهش بمونه دیگه. آره؟ نه عزیزم، گفتم که نمیخواد نگران باشی. نمیخوام فایل بگیرم، همشو بخور. بگید این طور خدا، دوست دارم. با نامزدت که اومدی واسه جفتتون میگیرم. پیرزن فنجان را برمی‌دارد و می‌رود. ته چند هفته بعد در هفته‌نامه 500 تومانی همشهری جوان می‌خواند که هر دو انسانی که روی کره زمین در نظر بگیرید با حداکثر 6 واسطه به هم ربط پیدا می‌کنند. خواننده پخش شده صداش در خانه. عمر من گل تهی شد بهر تو. صدایش را بالا می‌برد. شما بچه ندارین؟ حرف بدی زده ته. به قول ده تر زده زده. چطور از سریعاً سوال دیگری مطرح کنند؟ صدایش رو بالاتر میبرد. شما تنها زندگی میکنین؟ چه فرقی کرد؟ بدتر هم شد احتمالاً. چرا خبری نشد از خانوم؟ خانوم؟ من باید برم خانوم؟ خانوم؟ عکسی از دوران کودکی زه هست که در مهد کودک گرفته شده. در عکس 10-15 کودک 5-6 ساله هستند که به دوربین خیره شدن. زه هم هست، اما به دوربین خیره نشده. گردنش رو چرخانده به چپ سمت راست عکس، جایی که پسر بچه‌ای لاغر مردنی زیر چشمی حواسش به زه هست. اگر دوربین 2 ثانیه قبل از این لحظه ای را که ثبت کرده ثبت میکرد، پسر بچه لاغر مردنی هم مثل باقی بچه ها به دوربین خیره شده بود، و اگر 2 ثانیه بعد از این لحظه ای که ثبت کرده را ثبت کرده بود، پسر بچه لاغر مردنی هم مثل زه گردنش را چرخانده بود به سمت راست سمت چپ عکس. این عکس را زه ندارد، ره دارد، همون پسر بچه لاغر مردنی. قرار 4 رو که میگذاشتند قرار شد ره عکس های کودکیش رو بیاورد تا زه ببیند. این پیشنهاد را زه مطرح کرد، وگرنه ره 27 ساله اینطور آدمی نیست که اینطور پیشنهاداتی مطرح کند. زه چند سال پیش زیر پل سید خندان می ایستاده و به آبران کاغذی میداده مبنی بر این که از مغازه لوازم آرایشی بهداشتی ما خرید کنید و با همراه داشتن این برگه تخفیف بگیرید. چه وقتهایی که در مغازه بوده، چه وقتهایی که زیر پل با آدم های جور و جوری آشنا می شده. یکیشان همان مردی بوده که چند سال بعد در گاراژ خالی لوپزی را می‌بوسد.
یکیش هم به بوده، وقتی برای بار آخر تصمیم میگیرد دختری را تور کند که البته موفق نمیشود. زه شماره ی را میگیرد، شماره خانهشان را، و با او قرار میگذارد شنبه هفته آینده سر ساعت 11 به او زنگ بزند. زنگ نمیزند. چند سال بعد وقتی قضیه کلیه ی را تمام شده و زه کوله‌اش را جمع جور میکند تا برای همیشه از پیش مردی که لپش را بوسیده، طوری هی این که لپش را بوسیده تکرار میشود انگار لپش را گاییده، برود چند تکه کاغذ پیدا میکند، روی همشان شماره هست و اسم آدم های مختلف. زه عادت داشته کنار همشان چیزی بنویسد، کنار شماره و اسم ره نوشته بود شاید به این زنگ بزنم. به نظرش بامزه میرسد، بی خیال با عجله رفتن میشود، زنگ میزند. اصلا یادم نمیاد، قضیه واسه 5-6 سال پیشه، خود منم زیاد یادم نمیاد، فقط یادم میگفتی شاید بهم زنگ زدی. خب الان چیکار کنم؟ هیچی، به نظرم بامزه رسید بهت زنگ بزنم. زه شک کرده به صدای ره، امکان ندارد آن باشد. ره برای بست دادن ایده های داستانش اصلا اتفاق تازه استقبال میکند. تو چه چیز خاصی داری؟ من نمیدونم، اگه بتونم بگم تو امشب چه خوابی میبینی چیز خاصی دارم؟ به آن دسته از عزیزانی که فکر میکنند امکان ندارد ره صدای زه را تشخیص ندهد عرض میشود که چرا امکان دارد. بیشتر فکر کنید، چون انتظاری نداشتم از شمایی که تا اینجا این ماجراها را خوانده اید. قرار چهارم را که میگذاشتند قرار شد روی عکس‌های کودکیش را بیاورد تا زه ببیند. زه به قرار نمیرسد، زیرا توسط مردی که 9 ماه پیش کلیه ی راستش را از دست داده خفه میشود. بازم میای دیگه مگه نه؟ آره سلام، میام. خانم عین سرخوش از گاییده شدن توسط پسر جوان و جذاب به خانهشان باز میگردد. خانم عین همان آست. عین حرف اول فامیلی اوست. بی خود خانم قیاسی را فاحشه نکنید. برای سهولت از این پس او را همان آ مینامیم. کلید که میاندازد و در را هل میدهد صدای تیر به وحشتش میاندازد، در حال به غش افتادن است از ترس که تیر هم به بازویش میخورد، چنان غش میکند که جه گمان میبرد او رو کشته. تیر درست به بازوی همان دستی میخورد که سالها بعد با آن عینک بی را به او میدهد. به هوش میآید، دکتر به برادرش توضیح میدهد که دچار شوک شده و ممکن است تا مدتی چیزی به یاد نیاورد. آدم یاد این سریال های مسخره تلویزیونی میافتد، اما این واقعیتی است که در مورد رخ داد. این مدتی هم که دکتر گفت 37 سال طول کشید. البته اگر به یاد آوردن خانواده و تنی چند از همکارانش را حساب نکنیم. گوشیش زیر چرخ آمبولانس نابود شد و از آنجا که اسامی شماره دار را در سیم کارتش ذخیره نمی‌کرد، نویسنده نیاز به توضیح دادن این قضیه که چرا کس دیگری را به یاد نیاورد نمی‌بیند. هر توضیحی داده شود نقیضه‌ای دارد. به این نمونه‌ها توجه کنید. نمونه اول، درب آمبولانس برای دچار حادثه شده ها عقب آمبولانس است. و اگر فرض کنیم گوشی هنگامی که روی براک کارت بوده و 2 نفر این تلفن طرفش بودند از جایی سر خورده زیر چرخ آمبولانس، قطعا زیر چرخ عقب آمبولانس افتاده. ولی چقدر هم که شتاب داشته باشد آمبولانس، اتفاق کوبنده ای برای گوشی موبایل نمی افتد. نمونه دوم، قبلا اشاره شد که زنگی که آرا هر روز صبح از خواب بیدار میکند موسیقی کلاسیکی است که برای آهنگ موبایل تنظیم شده. پس میتوانیم این نتیجه را بگیریم که گوشی از آن گوشی قدیمی هاست که فقط میتواند زنگ بزند یا اسمس بدهد یا نهایتاً چراغ قوه ضعیفی روشن کند. آن مدل گوشی ها از خودشان حافظه ندارند که اسامی شماره دار در سیم کارت ذخیره نشود. از اون پس قدیسه نشد اما تغییر کرد، دیگر با کسی نخوابید. دلش میخواست با پسر خالهش بخوابد اما پسر خالهش بیخیالش شده بود. همونطور که میدانید قبل از آن که نام کتاب فیسبوک باشد قرار بود فاحش از شما چطور باشد. در آن صورت منافر بیشتری داده میشد روی اما آیا حالا که دیگر نام کتاب گره نخورده به این در گذشته فاحشه لعنتی بوده، لازم است باز که در زندگیش کند و کاف کنیم. تازه او که دیگر راه به راه به اینا نمیدهد، حدود 40 سال دیگر هم میمیرد بیچاره، در چه کثافتی هم میمیرد. حقش نبود آنطور به فنا برود اما میرود. قیمی ایستد، جوانی که پا گذاشته بود به فرار از دست قیمی افتد، می افتد توی گودالی حاضر شده برای محتضری آماده. قی آرام آرام راه می افتد سمت گودال، جوان را نمی بیند، جلوتر می آید، خوب نگاه می کند، اثری از جوان نیست. از چند سال پیش که از خواب پرید و باز خوابید و باز بیدار شد و فهمید لوت شده، به ندیده هایش اطمینان ندارد، یعنی اگر چیزی را نبیند مطمئن نمی شود که واقعا وجود ندارد. پس دور گودال چرخ می زند، خبری نیست. بیننده سینمایی هر آن انتظار دارد منطبق بر صدای موسیقی فیلم اتفاق هیجان انگیزی رخ دهد، اما خواننده عاقل میداند چون این اتفاقی رخ نخواهد داد. قی باز میگردد، نعلینش را پا میکند، نگاهی به گور خالی اول میاندازد و راهش را کج میکند. چند سال پیش روزنامه همشهری تکه تکه بخشهایی از سفرنامه میر جلال الدین کزازی به ارمنستان را در ستونی باریک منتشر میکرد. حالا که ابتدای این جمله پرانتز باز نکردم، خیال میکنید این چیزی که در حال گفتنش هستم مربوط میشود به زندگی قه، اما این گونه نیست. در یکی از بخشها پریروی از استاد میپرسد که اهل کجاست، و وقتی استاد با آن لحن زایش میگوید سرزمین پارس، پریرو میگوید همانجا که زیاد از کردن استفاده میکنند. منظور پریرو فعل کردن بوده البته. برگردیم به قه.
قه باز میگردد، نلینش را پا میکند، نگاهی به گور خالی اول میاندازد و راهش را کج میکند. میرود و میرود تا میرسد به آلونکی سیمانی. نلین و عبا و کلاه نمدی را در میآورد، از پا و تن و سر میگذرد توی آلونک. ما داخل آلونک را نمیبینیم. بیرون میآید، دمپایی به پا میکند و آفتابه به دست میگیرد، هر دو آبی. این جانب چند سال پیش در نظرسنجی محدودی چند شعر را نام برده بود تا مخاطبانش صادقانه بگویند هنگام مجسم کردن آن اشیا چه رنگی از آنها به ذهنشان میآید. یکی از آن اشیا آفتابه بود و 80% مخاطبان گفته بودند آبی. به اتاقکی که آن کنار است میرود تا کارش را بکند، کاری که هیچ کاری خوشتر از آن کار نیست، حتی خوشتر است از کاری که واعظان چون به خلوت میروند میکنندش. البته این نظر قیست و ممکن است دیگران نظر دیگری داشته باشند. روی ناخونهای قه لکه‌های سفیدی است که خانم محترمی که 2000 تومان چپانده بود توی جیب عبای قه میگفت به خاطر کمبود کلسیم است. میگفت باید شیر بخورد. شیر که را بخورد قه؟ شیر چرا؟ راستی قدیم ها چقدر شیر سماور هم والهش دادند. چطور اصلا حالا بخورد؟ خندش میگیرد، گریهش هم. اینکه داور فوتبال بوده باشی و بروبیایی داشته باشی و حالا شده باشی اینی که هستی دق میدهد آدم را. اوضاع قه از وقتی قاراش پیش شد که مغول ها حمله کردند، از وقتی قاراش می شد که آقا محمد خان قاجار روی کار آمد، از وقتی قاراش می شد که انقلاب شد، از وقتی قاراش می شد که از فدراسیون اخراجش کردند، از وقتی قاراش می شد که تنها چیزهایی که از پدرش به او برسید همین نعلین و عبا و کلاه نمدی بود، از وقتی قاراش می شد که غیر المغضوب را گفت غیر المغضوب، اصلا اوضاع قه قاراش می شد. حمله مغول اثرات روانی عمیقی بر مردم ما گذاشت که تا امروز نیز تا حدی شخصیت ملت ما را تعیین می‌کند. قوم مغول به عنوان یک نیروی مهاجم چادرنشین و دورمانده از تمدن با تاخت و تاز و ویرانی و کشتار مردم ما اعتماد به نفس ما را ضعیف کرد. روحیه صوفی‌گرایی توأم با انفعال و ناامیدی، بی‌اعتمادی شدید به یکدیگر و به خصوص به قدرت‌های خارجی، مخفی‌کاری و گرایش به فرصت طلبی تا حد زیادی نتیجه حمله مغول است که نسل به نسل تا امروز منتقل شده است. جوینی در تاریخ جهانگشایش درباره مغول‌ها میگوید آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. بحث بر سر آمدن و کندن و سوختن و کشتن و رفتن مغول‌ها به کنار، بحث بر سر بردن آنهاست. خوانده یا شنیده اید که اهل حرفه و صنعت را به مغولستان انتقال میدادند. سر شجره‌نامه غیرا که بگیرید میرسد به یکی از همین هایی که به مغولستان برده شد. جزو آن 400 صنعتگری بوده در نیشابور که برای کار اجباری به مغولستان منتقلش کردند. همین که زنده مانده بود معجزه بود، اما کاش مرده بود، کاش وقتی وقت داشت خودش رو کشته بود. مال اندوختش به باد رفت و عیال افروختش به گاه. از مغولستان زنی دیگر میگیرد و بچه‌ای پس میاندازد که آخر عمری به نیشابور میآید و همینطور بچه‌ای و شهری تا برسد به شیراز و بشود نائب ابوالفتح خان زند، همه کاره مملکت. که اگر آقا محمد خان آن بلا را سرش نمی آورد، به بچه‌ای که پس انداخته بود در اصفهان می توانست بها دهد و تا 70 پشت تأمینش کند، نه تا 7 پشت که تا تقی به توقی بخورد و انقلاب شود اخراجش کنند از فدراسیون و اشتباهی بر بخورد بین اعدامی ها و چند سالی زندان باشد و خل شود و روال منطقی داستان در حال به هم ریختن باشد، چون ممکن است قه همسر اول سه باشد و به هر حال فرا بخوانندش و نعلین و عبا و کلاه نمدی دستش بدهند و بگویند اینها از پدرت به ارث رسیده برایت و غشغش ریسه بروند و سوار تویتایش کنند و ببرندش قبرستان و چشمهاش را ببندند و کلتی بگذارند روی خط ریشش و هوا را خالی کنند روی شقیقهاش و بیندازندش توی گوری خالی و ولش کنند. ولش کنند که غلام 17 سال نجاتش دهد، غلام بیخاصیت، غلام علاف، غلامی که پدر 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 پدرش برادر پدر 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 قه بوده. غلام تشنه قدرتی که اصلا نمیداند چه هست قدرت. غلامی که تا آخر عمرش یا در قبرستان ماشین هاست یا در قبرستان آدم ها یا در حال رفت و آمد بین این دو. همه که زندگی عجیب و غریب ندارند. بعضی ها خیلی معمولی هند. بعضی ها علاوه بر این که خیلی معمولی هند، زندگی معمولی هم دارند. پولی و شغلی و همسری و فرزندی و خانه و ماشینی. پولشان انقدرها زیاد نیست، همسرشان انقدرها عزیز نیست، فرزندشان انقدرها تخس نیست و ماشینشان انقدرها متفاوت نیست. فه کارمند رده پایین دولت است در وزارت امور خارجه. 1405 نقره‌ای دارد برای روزهایش. چند شب پیش
در بزرگراه یادگار امام در لاین یک رانندگی میکرد و از تکرار به زبان آوردن نام فنلاند کنار نام خودش شنگول بود که زنش تماس گرفت. به زنش گفت با بچه های اداره میرود استخر و دیر وقت برمیگردد. دروغ گفت، با زنی از سفارت فنلاند قرار داشت. گوشی موبایل را که می انداخت روی صندلی کناری چشمش افتاد به تکه کاغذی که یادش نبود اینجا چه می کند. ماشین خورد به چیزی، کسی انگار، زد کنار. یادم رفت بگویم F126 فسفوری هم دارد برای شبهایش که چون 405ش در تعمیرگاه بود از آن استفاده می کرد آن روز. تا دیر وقت مونده بود در اداره و حالا داشت می راند به سمت فتح غاری از غارهای فنلاند. از ماشین پیاده شد. همیشه آدم محتاطی بوده فه، چه در رانندگی چه در زندگی، و حالا محتاطیش در هر دو مورد می رود که زیر سوال برود. نگاه که می کند به مرد آس و پاس پرت شدن طرف، مطمئن که می شود هیچ کس، دقیقا هیچ کس را ندارد، برمی گردد در ماشین، گازش را می گیرد، بریدگی اول را می پیچد، زنگ می زند خانه، به زنش می گوید استخر کنسل شده، تا می رسم سیب زمینی سرخ کن. فهم مثل اکثر آدم های معمولی خوردن آرامش می کند، هرچند گرسنه هم هست. با اینکه 5 شب از این ماجرا می گذرد، رفتار عادی ندارد. با هیچ کس از این ماجرا چیزی نمیگوید. همه میدانند یک چیزی شده، اما نمیدانند دقیقاً چه چیزی شده. دست و پایش میلرزد وقتی لازمشان دارد. فکر میکند شاید آن مرد نمرده باشد. امروز آقای صفایی تعریف میکرد دوستش در یکی از اتوبان‌های آلمان با سرعت 125 تا میرفته که میزند به یکی از ترک تبارهای آلمان. پلیس میآید و به خاطر سرعت بالا جریمه‌اش میکند و مدارکش را پس میدهد تا برود. دوست آقای صفایی هاج و واج مانده بود که پسان بنده خدا چه؟ انتظار داشته اعدامی، حبس ابدی، چیزی نصیبش شود یا گرانمایه مبلغی بپردازد بابت چیزی مشابه دیه. انتظارش را با پلیس در میان میگذارد. پلیس میگوید آن گاو بوده که آمده وسط اتوبان. شما بروید. صفایی چرت و پرت زیاد میگوید. همه جای دنیا رفیق و آشنا دارد. خودش اینطور میگوید البته. صفایی میگوید ایران تنها کشوری است که بهترین هایش در هر زمینه ای که فکرش را بکنید خارج از کشورشان زندگی میکنند. لابد همشان هم دوست و آشنای صفایی اند. لابد یکیشان هم همون اولاغی بوده که زده به آن بنده خدا، بهترین در زمینه رانندگی مثلا. صفایی که نیست خنده بازار است. یک نفر جدی توجه همه را جلب میکند و جمله‌ای میگوید در مثلا فواید سیگار. تعجب همه را که میبیند زل میزند به چشم یکی از آنها و میگوید باور کن صفایی گفته، و همه میخندند. پدر سوخته چشمایش را درست مثل صفایی قلمبه میکند و میگوید باور کن صفایی گفته. حالا در استخر که باشند با آن شکمهای قلمبه خنده هایشان ادامه دارتر است. فدل و دماغ خندیدن ندارد. گوشه راست لبش را میکشد که اگر بعد از چند ثانیه توجه کسی به او جلب شد، گمان کند از سردادن خندهی طولانی مدت اینطور کش آمده لبش، و هی گیر ندهد که تو یک چیزیت شده فلانی جان. فرداف سرکار نمی رود. تلفنی به بالا دستیش دروغ می گوید که سال روز مرگ مادرش است و باید برود بهشت زهرا، و یادش نبوده زودتر بگوید، و خودتان هم که شاهد حالش بوده اید این چند روز. و می رود سر خاک مادرش فردا، هرچند نه آخر هفته است و نه سال روز مرگ آن، خدا بیامرز. می دانید که قطعا قه را می بیند. تراول 50,000 تومانی می دهد دست قه. دعوتش می کند همراهش بیاید. با اینکه آخرین بار 2 سال پیش آمده بود سر قبر مادرش، انگار همین دیروز شسته شده. قه می گوید قرآن نیاوردم. فه می گوید اشکال ندارد، از حفظ بخوان. قه می گوید حفظ نیستم. فهم گوید همین هم دو قل هو الله را که بلدی بخوان. و قه می خواند و قه اینها را قاف می گوید و بلند می شود و می رود. غلام دیده بود که قه تراول گرفته از مردی آدم حسابی و دنبالش رفته. همراهشان رفته بود، منتظر بود تا قه بلند شود و برود در آلونک سیمانی تا خفتش کند و پول را بچاپد. ما داخل آلونک را نمی بینیم، اما دیگر قه را هم نمی بینیم که از اون تو بیرون بیاید.
غلام را می‌بینیم که چیزی روی کول دارد پیچیده توی موکتی خاکی رنگ در تاریکی نیمه مطلق بخش شرقی بهشت زهرا. کلاغ‌ها بهتر می‌دانند نام کتابی بود که قرار بود از من چاپ شود در نشر افراز. کتاب شامل 4 داستان نشندان کوتاه بود به اسامی هنوز، حالا، بعدن و آنچه نگذشت. داستان اول که مربوط به مدت‌ها قبل از نوشتن 3 داستان بعدی بود و آن هنگام بسیار خودشیفته تر از حالا بودم هنوز موجود است، ولی آن 3 تا به غریبانه ترین شکل ممکن گم شدند. در مورد هنوز هیچ توضیح اضافه ای نمیدهم، چرا که بعد از پایان توضیحات اضافه هم درباره آن 3 داستان میخواهم به همان شکل که دوست داشتم چاپ شود اینجا بیارمش. و اما آن 3 داستان حالا روایت اول شخص بود، درست مثل 3 داستان دیگر این مجموعه. فصل بندی عجیب و غریبی داشت که لو نمیدهم، لوس هم بود گاهی. بین کودکی های راوی و زمان حال می رفت و می آمد. زمان حال با زبان محاوره‌ای و کودکی ها با زبان نسبتاً فاخر نوشتاری، که البته گاهی به دلیل سریعاً جابجا شدن زمان ها جابجا می شدند. عاشقی حالا و کودکی گذشته. داستان تقدیم شده بود به سپیده اسکندری، همان که حالا شرح معشوقیش بود. نام سپیده اسکندری را نمی دانستیم من و بابک. یک شب قرار شد برای اینکه دائما او نگوید همان که از او خوشت می آید و من نگویم همان که از او خوشم می آید، برایش اسم بگذاریم. ساکت ماندیم. بعد از حدود 1 دقیقه هر دو با هم گفتیم ممول. این از عجیب ترین هم ذهن و زمان زبانهایی است که برای من اتفاق افتاده، و شاید به همین دلیل است که هنوز با اینکه دیگر نام واقعیش را میدانیم و میدانیم حتی که فامیلیش به کدام یک از عجایب هفتگانه مربوط است، باز هم ممول میخوانیمش. مکانهای زمان حال محدود بود به محیطهای بسته و باز دانشگاه علامه طباطبایی و ایستگاه جلوی دانشگاه امام صادق و متروی میرداماد که حالا شده حقانی. مکانهای کودکی اما محدود نبود. حالا شرح معشوقی ممول بود. کودکی هایش را نه اینکه به خاطر نیاورم، اما چون یادم نیست چطور نوشتمشان میگذرم. اینها چند نمونه از متن داستان است. نمونه اول: دیدین این ماشین قدیمی های تر و تازه رو؟ نه اینایی که تو موزن، نه اینایی که صاحب دارن، اینا که صاف صاف تو خیابون راه میدن و انگاری هیچ واسهشون مهم نیست که از وقتی اومدن چشم دوختی بهشون تا وقتی رفتن. دیدین این ماشینا رو؟ ممول همچون چیزیه. نمونه دوم: من عاشق اوناییم که نه رو درست حسابی و تنها میگن. سر یه جریانی ازش یه نه درست حسابی و تنها شنیدم، نمیشد عاشقش نشم، عاشقش شدم. نمونه سوم: از بچگی عاشق کفش دوزک و عدد 3 و دخترایی بودم که هیچ رقمه نمیشد پیر شدنشون رو تصور کرد. یه تیشرت سفید دارم که روش یه 3 انگلیسی داره، خاطرم نیست متاسفانه باقیش. نمونه چهارم: تهران شهر بدی است برای عاشق شدن، حتی اگر هر 4 شنبه عشقت را ببینی و بدانی از کدام ایستگاه اتوبوس به کدام ایستگاه مترو میرسد. نمونه پنجم: من آن پنج دقیقه لعنتی ام که قرار است بیشتر بخوابیم، اما بیشتر میخوابیم و از قطار میمانیم. قطار را گفتم تا با قرار قافیه باشد لابد، وگرنه سرکشتر از این حرف هاست نرفتنم به انتظار آنچه مهم است. نمونه ششم: برای اینکه احساس اتلاف وقت نکنیم، با هم بخشی از کتاب معرکی خیابان یک طرفه نوشته والتر بنیامین، ترجمه حمید فرازنده را که به اهتمام نشر مرکز چاپ شده میخوانیم. تکنیک نویسندگی در 13 نهاده. کسی که میخواهد دست به کار نوشتن اثر بزرگی شود، باید با خود مدارا کند و وقتی سهم معین روزانه اش را نوشت و تمام کرد، تا آنجا که مانع کارش در روز بعد نشود خوش بگذراند. می توانی از نوشته هایت با دیگران سخن بگویی، اما تا کتاب تمام نشده است چیزی از آن را برای دیگران نخوان. هر خوشنودی خاطری که از این طریق به دست آوردی از درباهنگ کارت می کاهد. اگر به این انضباط پایبند بمانی، میل رو به افزون برای برقراری ارتباط سرانجام تبدیل به نیروی محرکه‌ای برای پایان دادن به کار می شود. در محیط کاریت از میان حالی زندگی روزانه اجتناب کن. یک آرامش نسبی که همراه با سر و صداهای کسل کننده است، خفت بار است. از سوی دیگر
همراهی یک اتود یا سر و صدای اطراف به اندازه شنیدن سکوت شب میتواند مفید واقع شود. اگر چون این سکوتی گوش درون را تیز میکند، آن اولی در حکم سنگ محک طرز بیان است که به واسطه فراوانیش حتی ناهنجارترین صداها را میپوشاند. از نوشت افزار هرچه پیش آمد خوش آمد استفاده نکن. پافشاری در استفاده از نوع معینی کاغذ، قلم و مرکب سودمند است. دنبال تجمل نباش، اما وفور این ابزار شرط ضروری است. نگذار هیچ اندیشه ای از ذهنت به طور ناشناس بگذرد و در دفترچه یادداشتت به همان جدیتی بنویس که ماموران امنیتی اسامی اتباع خارجی را ثبت می کنند. قلمت باید از الهام دوری جوید تا با نیروی مغناطیسی آن را به سوی خود بکشد. هرچقدر معالندیشانه تر نوشتن چیزی را که به ذهنت رسیده است به تأخیر بیندازی، پربارتر خودش را در اختیارت می گذارد. کلام اندیشه را فتح می کند، اما نوشتن است که بر آن مسلط می شود. هیچگاه به خاطر اینکه چیزی به ذهنت نرسیده است از نوشتن دست نکش. حیثیت ادبی ایجاد می کند تنها در لحظه از پیش تعیین شده، وقتی قضایا قرار ملاقات، یا در لحظه پایان کار نوشتن را کنار بگذاری. وقتی برای نوشتن الهام نمی رسد، وقتت را با پاک نویس کردن آنچه نوشته ای پر کن. اینجوری شمت دوباره بیدار می شود. هیچ روزی بدون نوشتن سطری نگذرد، اما ممکن است هفته ها همینطور بگذرد. هیچ کاری را که یک شب تا سپیده صبح رویش کار نکرده ای تمام شده قلم داد نکن. خاتمه یک اثر را در اتاق کار همیشگیت ننویس. شهامت لازم را آنجا نخواهی یافت. مراحل نوشتن: اندیشه، سبک، نوشتار. ارزش پاک نویس کردن در این است که همه حواست را جمع زیبایی خط بکنی. اندیشه الهام را از بین میبرد، سبک اندیشه را مهار میکند و نوشتار سبک را به نتیجه میرساند. اثر صورتک مرگ برای طرح ذهنی است. نمونه هفتم: مگه نمیگن سپیده صبح؟ خب منم صبحانم دیگه، خب تو سپیده منی دیگه. نمونه هشتم: هر کس باید به چیزی افتخار کند. آنچه از آن سالها تا کنون بدان افتخار کرده ام این بوده که خاطر هر کس را هر طور که میخواستم همان طور حالیش کرده ام. نمونه نهم: مرکز تحولات من نه دانشگاه فلان که دبستان بیسار بود، پنجم ابتدایی، آقای تخشا. نمونه دهم: سرما خورده بودی این دو روز نیومده بودی؟ اومده بودم. نیومده بودی؟ به خدا اومده بودم. ببین، من فقط به خاطر تو میام دانشگاه. میدونی چند وقت بود قلبم تون نزده بود؟ نیومده بودی. و اولین مکالمه من و ممول شکل گرفت. بعدم. شرح بعدن سخت است. سخت نیست، فاجعه است. پیشا پیش پراکندگوییم را به پراکنده نکوییتان ببخشید. یا نه، بگذارید این طور شرحش دهم. ببینین، من سال 88 تو نمایشگاه کتاب کار میکردم. حالا چه کاری میکردم بماند، آخه کار خاصی نمیکردم. بعدنم که زنگ زدن گفتن بیا پولتو بگیر نرفتم. رفتم، ولی 6 ماه بعدش. چرا؟ خب چون واقعا هیچ کار خاصی نکردم که بخوام پول بگیرم. البته دیرتر رفتنم یه دلیل دیگه هم داشت، انتخابات دهم ریاست جمهوری و همه یه تجربه نکرده های بعدش. بگذاریم. اون موقع 2 سال بود که هنوز رو نوشته بودم، چند تا از فصلهای حالا رو هم. بی ربطه، بگذاریم. من تو نمایشگاه کتاب کار میکردم. دوستان معمولا لطف میکردن آخر وقت و اول وقت و وسط وقت میومدن اونجا تا با هم برگردیم. یه شب اونا موندن تو غرفه اصلیمون تو همکف شبستان مصلا به گپ و گفت و من زودتر زدم بیرون که سیگار دود کنم. میدونین که آخر وقت همه درهای شبستان رو غیر از یه دونه گندهش میبندن. همه که رفتن بیرون اون گندهها رو هم میبندن. من وایساده بودم بغل همون در گندهه به سیگار کشیدن و منتظر دوستا موندم. سیگارمو که زیر پام انداختم و سلام آوردم بالا، چشمم افتاد به چشمی که توش پر از یه عالمه ستاره بود. نگاهمونو از هم بر نگردوندیم. من گفتم الان میره. نرفت. وایساد بغل دست من. از نگهبان جلوی در خواهش کرد بذاره بره تو. میگفت همکارامون تو منتظرمن. یارو گفت نمیشه. بشو کرد سمت من. من گفتم بیا با کارت من برو. فقط دستتو بگیر رو ریشم که آقای نفهمه. گفت نمیخواد، میرم تو. و این دقیقا همه یه مقدمه بود. بعدش کلی حرف زدیم. البته بیشتر اون حرف زد که اینجا چی کار میکنه و چیا خونده و چیا رو ول کرده و اینا.
راستش من اینقدر ذوق زده شده بودم از اینکه همین بغل تو سالن کودک و نوجوان یکی از مسئولای غرفه کیمیا و کارگاهه، حالی نشد دیگه چیا میگه. مثلا اون روز گفته بود قهوه دوست ندارم، ما تو غرفه‌مون چای می‌خوریم، فقط چای. من فکر کردم گفته قهوه دوست دارم و تو غرفه‌مون به زور چای پیدا میشه. و فرداش که لیوان به دست دیدم شین پری وایساده بود تو عالم خودش و جلو رفتم و خوشو بش کردیم و بسته نسکافه رو از جیبم درآوردم، گفتی شب گفتم که از این چیزا دوست ندارم. ازش بروشور نشر هرمس و کیمیا و کارگاه رو گرفتم. گفت اینا مچالن. گفتم خوبن، هنوز بروشورا رو دارم. اون شب اون همینطور با هیجان داشت حرف میزد، بعد یهو رو شکر طرف نگهبان و گفت میتونم برم تو؟ اون وقت نگهبان گفت برو تو. گفتم میبینمت. نمیدونم شنید یا نه، من عاشق شده بودم. این بار یه حس غریب داشتم، یه جور آگاهی. مطمئن بودم این آخرین باریه که عاشق میشم. تا اون موقع حدوداً 108 بار عاشق شده بودم. این 109می بود. هنوز هم 109مه. من مطمئنم که دیگه عاشق نمیشم. وقتی اون برو نگاه کردم دیدم دوستان همه نشستن رو پله‌های جلوی شبستان، از در رد شده بودن، ندیده بودمشون. وقتی رسیدم بهشون گفتم نصفه گم شدم و دیدم. اون وقتا سریال اشک‌ها و لبخندها رو نشون داده بود تلویزیون. مادر برزو ارجمند تو سریال به نیمه گم شده میگفت نصفه گم شده. منم به اون میگم نصفم وقتی میخوام ازش حرف بزنم. حالاها هم میگم. تو راه برگشت اون 10 دقیقه رو تو یه ساعت شرح دادم واسه دوستام. تا حالا به این فکر کردین که اگه جنستون برعکس بود، یعنی مثلا به جای دختر پسر بودین، اخلاق و رفتارتون شبیه کدوم یکی از دوروبری هاتون میبود؟ من فکر میکنم اگه دختر بودم یه چیزی تو مایه های نسبم میشدم. فردای اون شب رفتم تو سالن کودک و نوجوان و کلی گشتم و پرسیدم تا پیداش کردم. ازش خواستم اون کتاب خوب معرفی کنه من بگیرم. اونم گفت همشون خوبن. من گفتم اونی که خودت عاشقشی. گفت نیکولا کوچولو. گفت تا یکی از گندکاریاشو نخونه خوابش نمیبره. من دیشبش خوابم نبرده بود. 10 تا از جلداش در اومده بود. من پیش خودم حساب کردم که معرکه است. 5 روز مونده تا نمایشگاه تموم شه. هر روز میام 2 تاشو میگیرم. 2 تاشو گرفتم. از واژه خریدم واسه کتابای خوب و هدایا و اینجور چیزا دوست ندارم استفاده کنم. روز دوم رفتم دیدم سرش پایینه داره حساب کتاب میکنه. رفتم وایسادم درست روبروش، بغل پیشخونه باریک غرفه، نزدیک. سرش هنوز پایین بود. داستان بعدن با اون نثر شاعرانش درست از همینجا شروع می شد، با دیالوگ من، چیزی که گفتم به نصفم و سرشو آورد بالا. یادم اینجاهاشو می نویسم الان، فقط قبلش باید یه چیزایی رو توضیح بدم. بعدن در نوسان بود، بین آنچه واقعا در زمان گذشته گذشته و آنچه در زمان آینده نگذشته. گذشته واقعی نزدیک و آینده دروغی دور، یعنی شرح شاعرانه آنچه بین من و او گذشت و شرح ماهرانه 8 سال بعد. چیزی از این 8 سال هم هیچ گفته نمی شود، فقط بعد از این 8 سال. و اینکه آن روزها مشعوف بودم از خواندن موسی و یکتاپرستی فروید. و هر کسی که این کتاب را خوب به یاد داشته باشد در جاهای آینده داستان بعدن فوراً ذهنش می رود طرف آن کتاب. بعدن با دیالوگ اول روز دوم من شروع می شد و اینگونه ادامه می یافت. می دونستی زرافه ها نمی تونن حرف بزنن؟ سرش را بالا آورد. درست همانطور که من 8 سال بعد سرم را بالا آوردم وقتی شنیدم آسیه. متاسفانه دیگه یادم نمیاد اینجاشو. آخر سر 2 تا دیگه از تیکه های داستان رو که خوشبختانه یادم مونده میارم. خلاصه من گفتم میدونستی زرافه ها نمیتونن حرف بزنن؟ اون سرشو آورد بالا، یکم عقب رفت، گفت کارگردان هم نمیتونن بپرن. انگاری قبلا حرفامونو آماده کرده باشیم. محشر بود پسر. این روز دومی از همه اون 5 روز محشرتر بود. بهش گفتم انگشترت از چه سنگیه؟ گفت سنگ نیست، پلاستیکه. گفتم آره؟ گفت آره. ببین، اون وقت انگشتشو زد به انگشترش که تق صدا بده. گفتم منم بزنم؟ دستشو آورد جلو، زدم. تو داستان اینجاهاشو عالی تعریف و توصیف کرده بودم. میدونی خودم اصلا از بعدن راضی نبودم. بعدن میبایست یه رمان 500 صفحه‌ای میشد با دقت و تحقیق بیشتر واسه اون 8 سال بعدش. تو داستان من 8 سال بعد یه شغلی دارم که پشت یه میز نشستم و ملت میون جلو اسماشونو میگن و من بدون اینکه سرمو بیارم بالا تیک میزنم. شاید مثلا یه لیست دارم شامل 100 تا اسم.
بعد اینا که اسمشون رو میگن من جلوی اسمشون تو لیست تیک میزنم، مثلا آمار گرفتن واسه اینکه بفهمیم چه اسمی پرکاربردتره، که خب دقیقا بهش پرداخته نمیشد و مسخره بودنش خوب در نیومده بود اونجا. باقی جاهای آیندهش هم خیلی خام و تیکه تیکه بیان شده. بگذاریم، واقعا پلاستیک بود. دو تا دیگه از جلوی نیکولا کوچولو رو گرفتم و رفتم. روز سوم تو غرفه سر جای همیشگی ندیدمش، اصلا ندیدمش. یکی از کسایی که اونجا کار میکرد و صدا کردم و دو تا نیکولا کوچولو گرفتم. دیشبش واسه شعر نوشته بودم که بهش بدم، تو جیبم بود تا کرده و مرتب. همینطوری غرفه رو ورانداز میکردم و میرفتم. یهو دیدم وایساده اون گوشه. از جیب شلوارم کاغذ رو در آوردم. من پول درشتا رو میذارم تو جیب سمت راست شلوارم و پول ریزا رو تو جیب سمت چپ. وقتی یه چیز مهمتر از پول قراره بذارم تو یکی از جیبام، همه پولامو خالی میکنم تو اون یکی جیبم. نه، اتفاق خاصی نیفتاد. هیچ وقت اتفاق خاصی نمیفته. کاغذ رو دادم بهش، گفتم این واسه توئه. تاشو باز کرد، نگاش کرد، تاشو بست، گذاشتش تو جیب بامزه جلوی مانتوش، گفت مرسی. من رفتم. بعد از ظهر نگرانش شدم، یهو ناراحتش شدم، اومدم نبود. روز چهارم بهش گفتم دیروز عصر اومدم نبود. گفت حال مادرم بد شده بود. بهش نگفتم چه ساعتی یهو نگران شدنم. شاید اگر نمیگفت دلیل رفتنش رو بهش میگفتم. ازش پرسیدم کی کارش تموم میشه، اضافه کردم اگه موافقه با هم قدم بزنیم. ساعتش رو گفت، ولی اینو هم گفت که ما دست جمعی قدم میزنیم. اگه اینجوری ناراحت نمیشی بیا. گفتم دست جمعی؟ گفت آره. صبر میکنیم همه همکارامون بیان، 10-15 نفری قدم میزنیم. گفتم میام و رفتم. شب برگشتم، برادرزاده صاحب هرمس رو گرفته بودم به حرف. رفتیم بیرون، راست میگفت. 10-15 نفری بودن. من و صدرا وایساده بودیم 7-8 متری گروه. از اونجا حواسم به نصفم هم بود. صدرا خدافظی کرد، من دیگه باهاشون نرفتم. روز پنجم 4 تا نیکولا کوچولو آخر رو با هم گرفتم. بهش گفتم اصلم است؟ گفت 70%. 70% شلتر از 70% بود. لبخند زدیم. من اومدم بیرون، یه گاری کتابکش خالی پیدا کردم، نشستم روش. جای مناسبی بود. میشد اگه زد بیرون ببینیش و بیفتی دنبالش. یه ساعتی نشسته بودم اونجا و دور و بر پام پر شده بود از فیلتر سیگار. اومد. از اینکه بین اون همه آدم با این فاصله 10 متری و مانتوی توسی معمولیش شناخته بودمش خوشم اومد. پا شدم. دیگه پوک آخر رو نزدم، انداختم دور و راه افتادم. سرتون رو درد نمیارم. رفتم جلو و داشت با تلفن حرف میزد. به کسی که پشت تلفن بود گفت خودم بهت زنگ میزنم. به من گفت بله. فقط نگاه میکردم. گفت من نامزد دارم. اگه ریش و موهام اینقدر برعکس کوتاه و بلند نبود میگفت دوست پسر دارم. شاید هم اصلا چیزی تو این مایه ها نمیگفت. گفتم من فقط میخوام اسمتو بدونم. گفت همین؟ گفتم آره. گفت آسیه. و رفتم و رفت لابد. قصه گذشته داستان بعدن تا اینجا بود. در واقعیت ماها بعد از تمام شدن داستان، اصلی که شبش باران آمد دیدمش نزدیک های خانمان. شعر زیر به بازیگر نقش نیکی در سریال پرانتز باز تقدیم شده. او در شعر آسی است. تو شبیهی و این دوست داشتنی ترین شباهتی است که به یادم میماند. تو شبیه اویی، او که حتی نام واقعیش را نمیدانم، همانطور که نام واقعی تو را. تو شبیه خنده های اویی، شبیه شادی های او، و حس میزنم شبیه او کتاب بخوانی و شبیه او دروغ بگویی، طوری که حتما خودت هم میدانی که میدانیم که دروغ میگویی. اگر بگویی اگر تو مرا نمیشناسی درست شبیه او، و حتم دارم اگر ببینیم هم نشناسی درست شبیه او، و حتم دارم اگر دقیقه ها گپ بزنیم باز هم نخواهی شناخت درست شبیه او. و چه سرخوشم که اتفاقی اتفاق افتادی، درست شبیه او که اتفاقی اتفاق افتاد. کیومرث پور احمد مرد نازنینی است و من نه به خاطر قصه های مجیدش یا شب یلدایش یا حتی حمایتش از میر حسین، که به خاطر انتخاب تو دستش را میبوسم. بار دوم که دوباره تو همون خیابون اتفاق دیدنش، صفحه اون روز سالنامه‌ام رو اینجوری پر کردم. نصفه خودم. واسه بار دوم دیدمش، باز تو خواجه عبدالله. با شکوه بود، اصلا خود کوه بود، با یه اندوه شاهانه. مثل ماه وقتی که کامله، که غمگینه، که داره پایین رو نگاه میکنه. گشنم شد یه هویی که این همه تا رسیدم خونه نون و پنیر رو کله گذاشتم رو گاز و گاز زدم. بعد از تقریبا دقیقاً یک سال که از اردیبهشت و نمایشگاه و پارسال میگذره، دلم لرزید جداً. اگه فقط اون باشه از این به بعد که دل ازم بلرزونه چی؟ با حاله که چه محشرم من،
چنان بیشتر از منه. نصف اینایی که اینجا نوشتم رو تو راه به امیر اسمس دادم و باز دارم این تو می‌نویسم. یک شنبه بارونی 12 اردیبهشت نسبت رو بعد از یه سال ببینی، اونم دو بار. هرچند هیچ کدوم از این بارا اینقدر موقعیت یه جوری باشه که نتونی ماشینو همون وسط پارک کنی و به پری جلوش بگی میدونستم که بعد از تو قرار نیست دیگه عاشق شم. و این یک شنبه بارونی 12 اردیبهشت بار دوم باشه و مهم نیست بار سومی در کار باشه یا نه. پسر چه خوبه همه چی. صدای این یارو که داره قرآن قبل از اذان مغرب رو میخونه، صدای رودخونه، مزه زردالو، داشتن موبایل. 9 روز بعد دلم تنگ شد واسش. یکی از صفحه های آخر سالنامه‌ام شد این: ای از تو چراغ دیده روشن، ای در تو صفای باغ و گلشن. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 21 اردیبهشت دلم واسه نصفم یه ذره شده، کلی نیکولا کوچولو خوندم. افتخاری مشنگ شبکه 5 داره ترانه بالایی رو میخونه. چه میچسب به همه چی. پنجره رو باز کرده بودم، هوای بارونی چند دقیقه پیش رو نفس میکشیدم. چقدر دلم میخواد شماره نستم رو میداشتم. اولین باری که دارم اینو میخواد. بوی اسپری میتی که دادش به هم رو میدم. تازه است. سرخوشم. سرخوش خوب. میتونم به جای همه اونایی که خوب نیستن خوب باشم حالا. ولی یه غم نازک گیر باهام هر وقت سرخوشیم اوج میگیره. در خلال وصف قصه گذشته، آنجا که حالات شبیه حالات آینده میشوند، گره میخورد دو زمان به هم. قصه آینده قصه دیدار دوباره، ازدواج و مشکلات زندگی زناشویی بود که اگر آن روزها اخلاق و زناشویی راسل را خوانده بودم، ردپای این کتاب را همچون موسی و یکتاپرستی میدیدید. بعدن داستانی با پرداختی محشر نبود، اما من دوستش داشتم، علل خصوص نثرش را. نمونه هایی از متن داستان. نمونه اول: اردیبهشت بود، اردیبهشت ماه با آن چهره معصوم و غمگین، خاطرم نیست باقیش. نمونه دوم: به پلاستیک یشمی مشت هم که به کوبی صدای سنگ نمیدهد، درست مثل انگشتر درشت تو که خسته نمیشود از ناخن خوردن. دست کم کاش یک گنبد به سبزی چشمهای تو بود تا دیدنش نمازگزاران را وحشی نمیکرد. میدهم برای جنگل پله برقی بگذارند تا طلوع را با خیال راحت از بالاترین صخره تماشا کنند کرگدنها. فعلا برای من هیچ چیز غم‌انگیزتر از این نیست که نیکولا از همشاگردی‌هایش جدا شده، حتی مظلومیت زرافه‌هایی که می‌شناسیم. آنچه نگذشت. از این سه داستان که هر سه در دفتری صورتی رنگ نگاشته شده بودند، گم شدن این یکی از آن دو بیشتر ناراحتم کرد، چرا که حتی برای یک نفر هم نخونده بودمش. آنچه نگذشت روایت مورد جنایت قرار گرفتن بود از زبان اول شخص. داستان از انتها به ابتدا می آمد و 4 صفحه بیشتر نمی شد. از کشیده شدن سر راوی روی آسفالت و قبل ترش بریدن سرش و قبل ترش بریدن انگشتاش و بعد گفتمان بی حاصل کوتاه ما بین قاتل و مقتول، آخر سر بیان تصمیم راوی در ذهنش که آیا از خیابان 14 قدم زنان به خانه برسد یا از خیابان 16. همین. همونطور که گفتم، آن روزها، یعنی وقتی هنوز را نوشتم، خودشیفته تر از حالا بودم. بعد گفتم همونطور که دوست داشتم چاپ شود اینجا می آورمش. الوعد وفا. هنوز سبحان و گنجی. دریا. بعد از پیدا نکردن دستشویی، گیج کننده ترین کار فهماندن مفهوم اختیار بود به دختری که همیشه خدا یا پریود بود یا با دستبند صدفیش بر می رفت. دستشویی، منبع فلزی آب که بر پایه‌ای تعبیه باشد و آب از مجرای متصل به شیر از آن براید و در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد. گیج، به شخصی گویند که به سبب صدمه دماغ او پریشان شده باشد. کار، آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد. اختیار، به خواهش خود دل به چیزی نهادن. دختر، مقابل پسر که فرزند نرینه آدمی است. خدا، نام ذات باری تعالی. دست بند، آنچه برای پیوستن دو دست مجرم و از عمل باز داشتن وی بر دست او بندند. زیبا، فنچ بودیم و منچ می زدیم و او که همیشه سبز بود از من که همیشه زرد بودم می برد تا
تا حالا که کم کم کچل می شدم روزی 4 بار به یادش بیفتم. 1. صبح پیش از خواندن صفحه حوادث، 2. ظهر سر کشیدن دندان به نخ، 3. غروب پس از تخت بازی با پیرهای پارک، 4. همیشه حرفی را برای نگفتن باقی بگذار. شیوا. شعر بود شیوا، دلت میخواست برای هر که میفهمدش زمزمه کنیش. چشمها سیاه، چاله های دورترین انفجار ممکن به کهکشان راه شیری. دست ها شبیه تر به نهال تا نهال به نهال. کدام کره خر شیر ناپاک خورده ای میگذشت از تنها گذشتنش، بی این که یادگاری از خود نگذارد بر کتیبه پرشکوه پیکرش. شعر بود شیوا و شاعر بودند لابدانهایی که بکارتش را که برمی داشتند بی جانش کردند. شیوا شالوده شهوت و شهرت بود اگر ریشه می دواند. تو دلیلی نداشت چون راه رفتنت قشنگ بود قبول کنی برسانمت. دلیلی نداشت پشت چراغ قرمز اول پیاده نشوی و تمام راه را به کسی فکر نکنی که عاشق راه رفتن زنهایی است که انگار هیچ وقت عجله ندارند. دلیلی نداشت وقتی گفتی مرد نیستی اگه نیای بالا با هم چایی بخوری صورت مردی هم را به رخ زنانگیت نکشم. قند آخرین گزینه است که به درد نوشیدن چای میخورد. شناختن زنی که نقاشی جیغ را بالای تخت بنفشش آویزان می کند زمان زیادی نمی گیرد از مردی که معتقد است همه زنها مثل هم فکر می کنند. دیوانه هم می کنند دستشویی هایی که درشان از داخل قفل نمی شود، حتی اگر یکیشان دستشویی خانه تو باشد. خواستی انتخاب کنم رفتن را یا ماندن و دیدن از حمام آمدت را، از خواب بیدار شدت را ندیده بودم، مغز اسب آبی هم نخورده بودم، پس ماندم. چطور عادت کرده ای به نترسیدن از صدای سعی دست کلید پیرزن کم حواس همسایه در باز کردن در خانه‌ات؟ همانطور که من عادت کردم به تاریکی مطلق حمامی که می کنم عادت؟ بعضی وقتها یادم می رود بعضی عادتها لذت بخشند، شاید فقط به این خاطر است که نمی خواهم اسم عادت رویشان بگذارم. آشنایی من با خود تو، یعنی تویی که می شد قسم خورد که تویی، با توضیحاتی شروع شد که درباره عکس‌های بچگی‌ات می‌دادی و من که مطمئن بودم شروع آشنایی با خود هر کس پایان ارتباطی دلنشین با اوست بیرون زدم، اما موهای کوتاه حوصله آدم را زود سر می‌برند و من دلم موهای بلند می‌خواست و من هر چه دلم بخواهد می‌خواهم، پس برگشتم و تو که فهمیده بودی من از آخر هر اتفاق خوب بغضم می‌گیرد، هر شب خوبتر می شدی بلکه درک کنی منی را که تماشای گورستان و مهد کودک را به یک اندازه دوست داشتم. خانمی بودی و هستی و واجب نبود و نیست با موضوع رابطه و توقع سخنرانی می کردم و بکنم برایت، و چقدر چیزهایی که واجب نیستند خوبند. من بودنهایی که با آنها کنار آمدی، سمت راستت بودنم در حالت افقی، ساکت بودنم در حالت عمودی، سیگاری بودنم در هر حالتی. من بودنهایی که با آنها هنوز کنار نیامده ای، بیتفاوت بودنم در اکثر موارد، بیتفاوت بودنم در اغلب موارد، بیتفاوت بودنم در بیشتر اوقات. هر دو متنفر بودیم از زمان و هرچه داشتنش به یاد زمانمان میانداخت. با این همه راضی بودی از زن بودنت که اگر مرد بودی دیوانت میکرد فکر چگونگی رفتار من با تو اگر زن بودی. زیر سیگاری های چوبی برمی انگیزانند رغبتم را بکشیدن، درست مثل مداد های شمعی. هر آدمی شبیه شکلی است که می میرد، کافی است مردنش را حدس بزنی تا آدم کش خوبی شوی. اینها را گفتم تا خطی سیاه و کج اگر نشانت دادم و گفتم این منم قبول کنی. نکات جذاب زندگی تو تا آنجایی که من می دانم. پنجمین فرزندی بودی که مرده به دنیا می آمد، اگر مرده به دنیا می آمدی. تا 3 سالگی محروم بودی از نعمت شنیدن مزخرفاتی که مجبور می شدی به شنیدنشان اگر می شنیدی. قبل از من هیچ کس از راه رفتنت به وجد نیامده بود انقدر که بخواهد بلد شود مسیر پیاده رویت را تا همراهت باشد بیان که بدانی.
از کجا معلوم که قبل از من هیچ کس از راه رفتنت به وجد نیامده بود آنقدر که بخواهد بلد شود مسیر پیاده رویت را تا همراهت باشد بیان که بدانی؟ از آنجا که هیچ مردی راضی نمی شود به نگفتن کاری که به خاطر کسی انجام داده به کسی که به خاطرش آن کار را انجام داده، و تنها مردها ممکن است از راه رفتن زنی به وجد بیایند آنقدر که بخواهند بلد شوند مسیر پیاده رویش را تا همراهش باشند بیان که بداند. لعنت به ثانیه، به دقیقه، به عقربه، لعنت به مچ، به میز، به دیوار و هر چه دیدنش به یاد زمانمان می اندازد. همین نبود دلیل ثابت ماندنمان بی هیچ تغییری؟ همین نیست دلیل داشتن وسواسی مسخره به جا به جایی هر چیز؟ نفست بالا نمی آید از غم، غمگینی از دروغگویی هر که می شناسی؟ دروغ؟ همینطور که سیب زمینی ها را ریز ریز می کنی و تکه ای را طوری برش می دهی که وقت خوردن شناساییش کیفورت کند، گوش کن. انسان زاده تفاوت و برتری است. قصت بی جاست اگر ته دلت نمی خواستی جای آنها باشی. حالا که می فهمی چرا نفست بالا نمی آمد از غم، بخند به کم حواسی پیر زن پاوینی که صمیمیت من را جلو انداخت تا برگردم از گرفتاری گرفتن سیگار. به سگ سنگ می زدی، به اخم فرد می خورد و هنجار زوج و هنجار گریزی جمع. وقتی سیگارت ساخته یه وطنت باشد خالی نمی بینی خیابان را. نمی فهمم آنهایی را که قدم و پک را با هم می زنند. نمی فهمم آنهایی را که حرکت را انقدر کامل نمی دانند تا نتوانند هیچ کاری جزان بکنند. نمی فهمم آنهایی را که تنها داروخانه های خلوت شجاعشان می کند. نمی فهمم آنهایی را که نمی فهمند اینها را. آیفون تصویری خیانت بزرگی بود به استعداد کور نشده ما، و پله صمیمیترین ساخته ثابت دست بشر است و درهای نیمه باز محشر می شوند اگر پس زمینه وجود به انتظار آمده تو باشند. با نمکم می کند حضور گوجه فرنگی در محضر غریبه هایی که حوض می کنم بمانم در خاطرشان. به گوجه فرنگی شکر اگر بزنی مزه خرمالو می دهد، اما تو باور کن اگر به گوجه فرنگی شکر بزنی مزه خرمالو نمی دهد. گوجه فرنگی می تواند انار باشد و شکر از آن مغرب و مزه خرمالو چسبیدن. می تواند پوکر باشد با 5 عدد پلاک ماشین ها، بسته به مخاطب و محیط. برای باور بودن نیازمندیم به خاطرهایی که در ذهن دیگران داریم، اما تو چندشاور است هر شیء یک بار مصرف. سفره که باشد سرفت می گیرد، اما دکترها را فراموش کن. دکترها یکی از دو قبیله هستند که از ترساندن مردم نان می‌خورند. تا هوا درست همان هوایی شود که دوست داشتیم، دستکش‌هایت را درآر و دست بکش از شستن ظرف‌ها. باید کاغذ کادوی این هدیه را هم نگه داری در کشوی سوم کمدت. دیرم شده. برف. آدم برفی؟ من برف میبارید. راست راست میگشتم با تو که احتمالاً به هیچ شکلی نمیکشمت. شیوا را من کشتم با ساتور، زیبا را من کشتم با تناب. تنها دریا بود که نمیشد مفهوم اختیار را برایش جا انداخت. صورت گرد است، بزرگ هم که شود گرد میماند. سرخ و سپید هم هست که با بالا رفتن سنش به گندمی میزند. گرد و گندمی نیست و نمیشود چون اول اسمش گه دارد. گرد و گندمی هست و میشود چون از لای آن چند صد میلیون احتمالی که بوده برای این شکلی شدنش این شکلی شده. اصلا من چرا دارم به زبانی رمان مینویسم که آنهایی که بلدش هستند زیاد اهل مطالعه کردن نیستند؟ چون فقط همین زبان را بلدم. اصلا چرا همینجا بی خیال خواندن بقیهش نمیشوید و به خیابان نمی روید و چرخ نمی زنید و اگر پلاک ماشین را دیدید که بین اعدادش حرف گ بود برگردید و خواندنتان را ادامه دهید؟ اصلا به درک گ چه گوهی از آب در می آید. به درک ساختار زبانی بعضی جمله ها اشتباه است. به درک گ فرزند تئودست یا ژ. به درک قرار است چه شود. به درک آینده، گاوینده، گرگ و گربه، گاو، گاری و گردن. گافرین به گانها که نه تنها مطمئن نیستند نقی امام نهم است،
نمیدانند هم که گله حیوانات را چه کسی نوشته و شازده گوجلو راکی راکی را میشناختند و رمبو را. حالا هم اگر وقت کنند مقداری فرار زندان میبینند. دخل نمی کنند که کی بخورند، کی بخوابند، کی پول در بیاورند، کی بکنند. بکنند داری؟ بکنند. پس زنها چه؟ زنها که یکیشان همین گه خواهد شد، گه که گناه داشت. تقصیر شما بود که این گونه شد. نباید میگذاشتید گه بزرگتر نشود. نازیگه، نازیگه. دنیا برای له ارزشی ندارد. له آگاه است که اگر فردی 100 سال عمر کند، فقط 36500 روز عمر کرده، روزی که مثل برق میگذرد. له مثل اکثر آدمهای بزرگ توی منظومه شمسی به دلیل شغل پدرش شهرهای زیادی عوض کرده برای زندگی کردن. از بوشهر و اهواز و آبادان تا واده و شیراز و کاشان، از تهران و تبریز و زنجان تا قزوین و رشت و گرگان، این آخری را از همه بیشتر دوست دارد. از دلگیرترین وضعیت روحیش تا دلبازترین منظره شهر با پاترول پدرش فقط 10 دقیقه فاصله است. حالا با پراید خودش کمتر از 5 دقیقه میرسد به بام گرگان، وقتهایی که دلگیر است و دلتنگ. هیچ کس به خوبی له تفاوت دلگیری و دلتنگی را شرح نمیدهد، حتی اگر هیچ کدام هیچ عامل بیرونی نداشته باشند. بعد برگشتند تهران برای همیشه. آنقدر گرگان را دوست داشت که بعد از دانشگاه های تهران دانشگاه گرگان را زد برای قبولی. این که اول شهرهای دانشگاه تهران را زد فقط و فقط به خاطر پدر و مادرش بود، نه به خاطر اینکه خودش بخواهد. کلن دختری است با شرایطی که ارزه مستقل بودن و به هرزگی نیفتادن را دارد. این طور بار آمده، با همه گرم میگیرد و صمیمی برخورد میکند، اما رو نمیدهد به کسی. فیلم بازی نمیکند در گرم بودنش یا رو ندادنش، کاری که هم مدلهایش میکنند. باله در گرگان آشنا شدم. دوستش دوست پسری داشت که دوستم بود. وقتی به هم معرفی شدیم اظهار خوشبختی کرد و من اظهار خوشبختی کردم که با کسی آشنا شدم که حالا یا از روی عادت یا آگاهانه به جای خوشبختی میگوید خوشبختی. لای درخت های نهار خورن که قدم می زدیم به او گفتم در حال نوشتن داستانی هستم با چندین و چند شخصیت عادی و غیر عادی. فکر کرد در حال تعریف از خود هستم. گفت که چاپ می شود؟ گفتم قرار نیست چاپ شود. نگذاشتم سوال بعدیش را که احتمالاً چرا قرار نیست چاپ شود بود بپرسد. ادامه دادم که می خواهم یکی از آن شخصیت های عادی او باشد، پس لطف کند اطلاعات مختصری بدهد از آن چه تا به حال به کسی نگفته. اطلاعاتی از خودش، چیزهایی که دوست دارد، چیزهایی که بدش می آید، خرافاتی که قبولشان دارد و هرچرا که اگر قرار باشد تا 10 دقیقه دیگر بمیرد رو بکند، رو کند. یکی از خوبی‌های در زمان صلح پدر نظامی داشتن این است که شجاع بار می آیی و چیزهای ابلهانه‌ای که دیگران را می ترساند نمی ترساندت. میدانید که ترس ناشی از جهل است. البته منظورم بار منفی کلمه جهل نیست، البته نه همیشه، اصلا چه ربطی داشت، بیخیال. لی گفت بچه ها رو که رساندیم میرویم دوتایی کافی شاپ و مفصل صحبت میکنیم. گفت خوشم اومد. در حالی که هر دو به این فکر میکردیم که حالا که از کافی شاپ متنفریم چرا او چون این قراری گذاشته و من قبولش کردم با سکوت، دوستانمان را در حال لب گرفتن غافلگیر کردیم. غافلگیر کردیم معنیش این نیست که پریدیم جلویشان و شکلک درآوردیم و هو کردیمشان. غافلگیر کردیم یعنی غافلگیر شدیم. آنها هم شدند. بچه ها را که رساندیم دانه دانه به دانه دوم که دوستم بود رسیدیم که تعجب کرد که چرا من در پراید آبی نفتی را باز نمی کنم و نمی آیم همراهش از سر کوچه تا خانشان. لی گفت سالم برش می گردونم و گازش را گرفت و رفتیم. گفتم اگر ممکن است نرویم کافی شاپ. اینطور نگفتم، البته گفتم میخواستم. او هم گفته بود میخواستم. هر دو همزمان این فیلم ها نگفتیم اول تو بگو، اول من گفتم. گفتم اگر ممکن است نرویم کافی شاپ. او گفت نمیرویم، ولی نگفت میخواست چه بگوید. من را بردم بالا. 1 ساعت حرف زدیم تا هوا تاریک شد. خیلی دلم میخواست حرفهایی را که لذت بنویسم، اما وقتی حرفهایش تمام شد گفت بیخیال نوشتنشان شو. و من فکر کردم که له چه زوج خوبی بود برای ره اگر سرنوشت سر راه هم قرارشان میداد.
جالب بود که آن وقت فقط با کلی تمرین میتوانست کسی نامهایشان را تون تون پشت سر هم ادا کند و توپق نزند. مه دختری است 26 ساله که در آهنی قصر آرزوهایش را از داخل قفل کرده و کلیدش را قورت داده. ماه است و مهربان. دکتر سعید حمیدیان، همان که هشیفته شد، تأکید دارد که در تلفظ کلماتی چون مهربان و آسمان حروف را و سین هیچ حرکتی نمیگیرند. شاید ماه بودنش در این خلاصه شود که سفید رو و بلند بالاست و مهربان بودنش به این خاطر باشد که بلد نیست به درخواست کسی بگوید نه. چشمهایش رنگ خاصی ندارد. خودش دوست داشت یا توسی روشن می بود یا سبزی که زاغ نباشد. موهایش نیمه روشن است و لخت لخت که می شود خیلی می آید به گردن و شانه و سینی سفیدش. اما خودش دوست داشت موهایش فرفری باشد. دوست داشت سینه هایش یک سایز بزرگتر بودند. چاک وسطشان فرو رفته تر می شد در این حالت وقتی تاپ می پوشید. تاپی که سبز باشد، سبز پرچم ایران، کمی روشن‌تر. هیچ کس مثل او نمیتواند عبارت خراش خوشاوا یا شراب شهر خاموش را طوری بگوید در گوشت که فکر کنی مشغول عشق بازی روی سیاره‌ای دیگر هستی، سیاره‌ای غیر از زمین، سیاره‌ای که مه خودش گاهی فکر میکند از آن آمده. دلیل این که دوست دارد برونگراتر باشد و انقدر در رویا سیر نکند این است که الان آدم هایی که جذبش می شوند همه مشکل روحی روانی دارند. خودش مردهایی را دوست دارد که قاطع باشند، مردهایی که حرفشان را یک بار می زنند، مردهایی که تحریش دارند و صدای بم مردانه. مه استاد سرهم کردن جمله هاست. توجه کنید، اصلا من چرا روک نباشم؟ روکش اینه که پسری که دوستش داشتم و شک ندارم که دوستم داشت رفته عاشق یه دختر زشت دراز بدبخت دماغ بوزی قناس جادوگر صفت خورد شیشه داره خالی بنده با سیاست بدجنس شده و از من دیگه بدش میاد و من 2 سال خورده یه که زندگیم به لجن کشیده شده و نمیتونم باور کنم و کنار بیام و زمانم هیچ کمک نمی کنه به هم. توجه کردید؟ حالا به این توجه کنید، چرا یکی نیست که بین خواب و بیداری شک کنم به بودن یا نبودنش و بیدار که بشم بگردم دنبال گوشیم که واسهش بنویسم صبح خیر و وقتی میبینمش با انگشتم راه برم روی پاهاش و راه بره با انگشتاش رو پاهام؟ یا نه اصلا یکی باشه که ازش نه شماره تلفن داشته باشم، نه ایمیل، نه آدرس، نه هیچی. یکی که باهاش قرار بذارم سالی یه بار همو تو کافه تمدن که تو چرا ولی عصر ببینیم و هر سال اون ساعت بارون بباره. این بندها به فاصله زمانی 1 سال گفته شدند. اما آیا مه واقعاً آرزوی بودن همچین کسی را می کند یا در آهنی قصر آرزوهایش را از داخل قفل کرده و کلیدش را قورت داده؟ به این دو خاطره توجه کنید. خاطره اول، یه شب داشتم زیر رگبار قدم می زدم، یه پسر هم قدمم شد، بهم گفت تو عاشقی؟ گفتم نه. گفت شاعری؟ گفتم نه. گفت فقط باید شاعر بشی یا عاشق که زیر این بارون تند به این آرومی قدم بزنی. گفت از دیوونه های مثل تو خوشم میاد. گفت با تو هم دیوونه؟ گفت و گفت تا بیخیال شد و رفت. خاطره دوم، یه روز صبح رفته بودم پارک چیتگر، توی یکی از آرایشگاهاش یه دختره نشسته بود با یه عالمه بادکنک که پروخالی رنگارنگ این ور اون برش داشت، یه صورتشو باد میکرد. رفتم نشستم کنارش، گفت امروز تولد دوست پسرشه، ساعت 11 باهاش اینجا قرار داره، میخواد وقتی میرسه این آلاچیقه پر باشه از یه عالمه بادکنک. توی گوشی مه اسم آن دختر وجود ندارد، اسم دخترهای دیگر هم تک و توک اسم دختر پیدا میشود لای آن همه اسم پسری که سیف کرده در گوشیش. با دخترها رابطه خوبی ندارد، به نظرش همشون بدجنسند. اگر هم بدجنس نباشند خنگند، اگر هم خنگ نباشند فقط تا این اندازه خنگ نیستند که بتوانند بدجنس باشند. حسود هم هستند، این دیگر طبقه بندی ندارد، همشان حسودند. می شود نفسهای می را شمرد وقتی می مالیش، می شود نفسهایش را با مکس شمرد وقتی می گایش. 1 2 3 4
و ارضا می شوی و ارضا می شود. 2 سال پیش می فهمد که توانایی باردار شدن ندارد و وی چه خوشحال است که می تواند بی کاندوم می را بکند. چه خوشحال است که می مثل آ فاحشه نیست تا مطمئن نباشد از درد سر و همیشه خدا یکی 2 کاندوم آماده نگه داشته باشد ما بین این سوراخ آن سوراخ. بدبختی این بود که آ دم به ساعت میخواست کرده شود. تازه از کیر کاندوم کشیده خوشش نمی آمد خانم. بی حجاب میخواستش این مایه درد سر را توف به ذات آ. همان بهتر که مثل دستمال کاغذی آغشته به منی با چندش دور انداختش. انگار قانونی وجود دارد که هر دختری را که ول کنی بهترش نصیبت می شود. جان هم الان ناجی غلامی همکار نشاندان صمیمی په خبر داد مرضیه ساعت 1 بعد از ظهر در بیمارستانی در پاریس جان به جان آفرین تسلیم کرد. البته او اینطور نگفت. من میگویم تا بعد بگویم اسم نوش جانان است. و چه زیباست اسم نوی مرضیه، اسم جانان. چه حالی میکند آن کس که برای شعر میگوید نوش جانش. جانان نوش جان آن کس که برای شعر میگوید نوش جان جانان آن شعرهایی که آن کس برایش میگوید. مه از خبر مرگ مرضیه احساس خاصی نمی کند. کلن بعید است مه از خبر مرگ کسی احساس خاصی کند. فراموشی خصوصیت بارز هر انسانی است، اما در مورد مه از خصوصیت و بارز و انسان گذشته. کافیست چند دقیقه بگذرد از حرفایت تا فراموششان کند یا آنطور به خاطر بسپاردشان که خودش می خواهد. البته در مورد حرفهای خودش نه، او قادر است 4 دقیقه پشت سر هم حرف بزند و وقتی از او بخواهی بار دیگر بگویدشان بدون جا انداختن یک واو همشان را از نو بگوید. احتمالاً به همه ما اگر این امکان را بدهند که جای هر شخصیت خیالی یا واقعی که بخواهیم باشیم ساعتها بلکه روزها در فکر فرو می رویم. اما مه بیدرنگ میگوید آلیس، آلیس در آلیس در سرزمین عجایب. البته این به این خاطر است که تازه فیلمش را که تیم برتون ساخته دیده. اگر فردا سیندرلا را ببیند شاید بخواهد جای سیندرلا باشد. این هم به همان فراموشی خودخواسته باز میگردد. سالها قبل از آن که وی با آشنا شود مه با هر دوی آنها آشنا شد. 15 سال پیش در پارک لاله 3 خانواده به فاصله 15 متری از هم در فضای سبز پارک روی زیرانداز نشسته بودند. مه با خواهرهایش سرگرم توپ بازی بود. او از خواهرهایش بزرگتر است. توپ 2 بار از محل نشستنشان دور شد. هر 2 بار مه رفت تا بیاوردش. بار اول مسافت زیادی را طی نکرد و بلند شده بود و توپ را گرفته بود و بین راه تقدیم مه کرده بود. بار دوم توپ قل خورده بود تا پایین پای آ که مشغول بازی با برادرش بود. مه طبق عادتی که همین چند دقیقه پیش کرده بود تا بین راه رفت، اما خبری از لطف آ نشد. آرام آرام جلوتر رفت. آ نگاه شیطنت آمیز می کرد و نصف نیمه لبخند می زد. وقتی هم که مه رسید به آ توپ را با پایش به عقبتر راند. مه توپ را برداشت و گفت پرو و دوان دوان آمد کنار خواهرهایش. اگر خانش خواهرهایش آزارتان می‌دهد بخوانید خواهرانش. تمامی تخمک‌ها در دستگاه تناسلی زنان نقش مهمی ایفا می‌کنند. اگر مقدارشان کم باشد امکان بارداری را می‌گیرد از آنها. تخمک‌ها چیزی هستند مثل نمایندگان مجلس. مجلس جایی است که شه به راحتی در 36 سالگی واردش شد. آخرین چیزهایی که لازم هم نیست درباره می بدانید، یکی علاقهش به کشیدن چیزی است که تا حالا امتحان نکرده، سیگار. یکی هم رابطه جالبش با چیزی است که تا حالا ندیده، خدا. خلاصه متن گفتگوی نه و خه ترجمه شده به فارسی. نه، تکلیف بقیه چی میشه؟ خه، فقط همینا مهمن. نه، مگه میشه فقط همینا مهم باشن؟ یه سری که به نظر من مهمن اصلا نیستن، یه سری هم که فکر میکنم مهم نیستن هستن. خب تو بیشتر میدونی یا من؟ نه، لابد تو بیشتر میدونی، ولی نباید نظر منم واسط مهم باشه. من اصلا از این اولی متنفرم، حالم ازش به هم میخوره. خب من ازش خوشم میاد. نه، چرت نگو. خب باور کن، باور کن خوشم میاد. نه،
از دور شاید، ولی اگه مجبور باشی از نزدیک تحملش کنی تو هم حالت به هم میخوره. خیلی بی خیالون به تو چی کار داره؟ اونون بره تو این بر. نه، بالاخره که باید ببرم بیارمش. خه، نامردین یه کار رو هم نمیخوای به خاطر من بکنی؟ نه، بابا تو که هر چی گفتی گفتم چشم. گفتی این کار رو بکن، گفتم چشم. گفتی اون کار رو بکن، گفتم چشم. این همه عمر گرفتم قد یه دقیقه خوشی ندیدم. خه، اون کارا به درد آباجیت میخوره. کار وقتی کاره که ازش بدت بیاد ولی به خاطر یکی انجامش بدی. نه، ببین من بهت اعتماد دارم، فقط میخوام مطمئن شم که واسم ارزش قائلی. خه، همین که دارم جونتو نجات میدم یعنی واسات ارزش قائلم. نه، برگشتیم سر خونه اول که من میگم منو بذار کنار، بقیه رو چرا تو انتخاب کنی؟ چرا من انتخاب نکنم؟ حداقل باید این حق رو داشته باشم که جای یکی دوتاشون رو با یکی دوتا دیگه عوض کنم. خه عزیز من، پس من چی؟ نه عجبا، همه رو که تو انتخاب کردی، من باید بگم پس من چی؟ خه تو که میدونی من چقدر خوشم میاد هی با این اون حرف بزنم، بی خیالت میشم میرم با یکی دیگه حرف میزنم. نه، چرا چرند میگی؟ چرا ربطی داشت؟ چرا انقدر پرت و پلا حرف میزنی؟ خه ها؟ نه، خوبی تو؟ خه نه راستش. نه چته؟ خه چی گفتی؟ نه گفتم چته؟ خه نمیدونم، خسته شدم، شاید واسه یه مدت کلا به خیال همه چیز شدم. نه مزخرف نگو، منظورت همین الانو نیست که. خه نه، این جریان که تموم شد بعد به خیال میشم. نه واقعا؟ یعنی کلا به خیال میشی؟ خه واسه همیشه که نه، واسه یه مدت. نه من فکر میکنم هرچی میگذره تو بی‌حوصله تر میشی، هی میخوای همه چی تون تون تموم شه. اولا یادت زجر کش میشدیم تا یه اتفاق یه چیزی بیفته. خه راستشو بخوای آره، فکر میکنم یه روز برسه مدت پدتو بذارم کنار کلن بخیال شم. نه فکر نکنم اتفاق خاصی بیفته. خه آره دیگه، همین مهمه، احتمالا دیگه اتفاق خاصی نمیفته. نه تو میدونی بعدنا چی میشه؟ خه نه. نه ولی میتونی یه کاری کنی مسیر چیزایی که ممکنه بشه عوض شه. خه آره فکر کنم بتونم. نه چجوری؟ خه با حرف زدن. نه شوخی میکنی؟ خه خب خودت گفتی دیگه، ممکنه ممکنه هم نشه. نه تو حالت اصلا خوب نیست. خه خوب میشم. نه نگرانم. خه گفتم که خوب میشم. نه نه نگران الان نیستم، کلن نگرانم. خه نگران منی؟ نه نه بابا تو که نگرانی نداری، نگران بچه هام و بچه های بچه هام و بچه های بچه های بچه هام هم. اگه قرار نیست بهشون رسیدگی بشه اصلا واسه چی باید دنیا بیان؟ خه خرین دیگه، واسه چی اینقدر زیاد میکنین خودتونو که حالا بخواین نگرانشون باشین؟ احتمالا اینجا چند وقت دیگه پر میشه از آدم، میلولن تو هم عین کرم. نه حقیقتش اینجوری که تو از طوفان گفتی بعید میدونم ماها هم سالم بمونیم. خه شما احتمالا سالم میمونین، من دیگه باید برم، فقط روزی جمع جور کنیم بریم تو کشتی. نه نمیشه اولی رو بخیال شم جون من. خه نه آقا جون نمیشه، این اصلا قراره یه چیز دیگه بشه، اگه هم ببینم کسی رو اضافی آوردی به جون خودم همتون رو نفله میکنم میذارم میرم یه قبرستونه دیگه. نه ما بازم دیالوگ داریم؟ خه نه دیگه خوش بگذره. پسری که با چشمهای خیس از مقابل و رد شد ده بود و برایش عجیب بود دیدن صورت کش آمده ده. سرش را هم لحظه‌ای برگرداند تا از پشت هم ببیندش. این یک عادت تقریبا ناخودآگاه است. هر هدفی داشته باشی این کار کمکی نخواهد کرد به تو. و از پله‌ها بالا می‌رود، کلید می‌اندازد، آرا صدا می‌کند. آ می‌گوید در اتاق خواب است، بیاید اینجا. با کسی بودی الان؟ چه بهت میاد شلوار پارچه‌ای؟ گفتم با کسی بودی؟ آره. یارو بلوز سرمه‌ای تنش بود. میشه تنام بذاری؟ حالا مزرعه به هم می‌خوره. مجبور نیستیم ادامه بدیم، مسئله همینه دیگه، ادامه نمیدیم. تو جنده ای واقعا، باید بهم یه قولی بدی. چی؟ میخوام قول بدی هر وقت خواستم بیام اینجا بهت اسمس بزنم بگم میخوام بیام اینجا و تو نباشی. من واسه این خونه به تو مدیونم، نمیتونم بگم نه، ولی قرار نیست هر روز بیای که، قرار نیست کیر دنبال خودت راه بندازی اینجا که. نه واسه تنهایی میخوامش، واسه بدم میاد، دلم واسه تنگ میشه،
شاید ماهی یه بار این اتفاق بیفته، ولی میخوام رو قولت بمونی. نمیدونم، باید فکر کنم. الان مطمئنم کن، بعد میرم. دیگه همو نمیبینیم مگه اینکه تو بخوای. من نمیخوام. میخوای واسه آخرین بار بری تو تنم؟ من میرم بیرون، جلو پرستو جمع کن، برو تا نیم ساعت دیگه. میخوام یه جایی این خونه مال من باشه، لباسینامو بیارم یه سریشونو همینجا. دلم نمیاد بگم خیلی پستی، ولی خیلی پستی. قرار گذاشته میشود و و آ چند بار دیگر هم را میبینند، ولی تا چند ماه دیگر و از آ میگذرد. تلاش های نصف نیمه یا همراه به جایی نمیبرند، اما قرارشان سر جایش میماند. ماهی یک بار، دو ماهی یک بار آ به و اسمس میزند و و هر جا که باشد تا یکی دو ساعت خانه نمی آید. دلش می خواهد زودتر پولدار شود تا خانه را بزند به نام آ و دیگر محل سگ نگذارد به او. هرچند حالا هم نمی گذارد، اما مجبور است خانه را واگذار کند. چند باری البته تک زنگ زده به آ که یعنی امکانش نیست و آ از خیال تنهایی گذشته. قبل از آن که وی پولدار شود دیگر خبری از آن نمی شود. برای وی مهم نیست، حتما جای بهتری پیدا کرده، اما اینکه تا پایان عمر مدیون آ می ماند کمی آزاردهنده است. دو ماه بعد از اینکه وی از آ جدا می شود به کافی شاپی دعوتش می کنند تا کادویی هم بیاورد برای دوستی که مدت هاست ندیده او را. در آنجا با مه که تنها نشسته روی صندلی میزی کوچک آشنا می شود. از مه می خواهد که اگر صندلی روبرویش لازمش نمی شود برش دارد تا به دوستانش سر میز بزرگ بپیوندد. مه سرش را از روی عکس رضا یزدانی که در مجله همشهری جوان چاپ شده بر می دارد. به وی نگاه می کند. وی مردی است حدوداً 30 ساله با صدای خشدار و ریشی چند روز نتراشیده. مه قبول می کند، چیزی نمی گوید، اما از نگاهش معلوم است که قبول کرده. و می رود. چند روز بعد در بعد از ظهری بارانی از آنجا می گذشته و که تصمیم می گیرد قهوه ایمیل کند. وارد که می شود از دور لای آن همه دود مه را می شناسد. جلو می رود، سلام می کند و مه جواب می دهد. سلام می کند. مه و را یادش مانده، هرچند و برای برگرداندن صندلی باز نگشته بود. آیا مه به آرزویش رسیده؟ آیا هرچه می خواسته دارد؟ آیا و وارد دنیای مه می شود؟ بله، ولی فقط برای 3 روز. بعد از 3 روز آنها باز هر روز هم را می دیدند. گاه گاهی مه به خانه وی می آمد، اما مه باز دست از سر چیزهایی که نداشت بر نمی داشت. چیزهایی که داشتنشان اما برایش فقط وقتی مهم می شدند که نداشتشان. وقتی می داشتشان آنقدر خوشحال نبود که وقتی نمی داشتشان ناراحت بود. پسرها همه تقریبا مثل همند، اما دخترها نه. هر کدام چیز خاصی دارند، هر کدام یک طور پیچیدند. هرچند اگر زمانی را که در دوره زنانشان هستند حذف کنیم، پسرها حتی اگر کم تجربه باشند مشکلی ندارند در ارتباطی مثل آدم با دخترها، کما اینکه پیرزنها تقریبا همه مثل همند در اکثر خصوصیات بارز انسانی و غیر انسانی. اما در شق کلی این بحث، این دخترها هستند که می توانند بازی دهند پسرها را، اگر هر دو در یک سطح اجتماعی باشند. در اینجا کسی را بازی نداده، اما لازم دانستم اینها را همینجا بگویم، همینجا که و گمان می‌کند مه مثل موم در دست اوست و بهتر از هر کسی می‌شناسد مه را. نه، اینطور نیست. و 1.5 سال بعد متوجه می‌شود که اشتباه کرده. مه نه به و خیانت می‌کند، نه از او می‌خواهد که ترکش کند، ولی خیلی راحت می‌گوید دیگر دوستت ندارم. شاید 10 سال بعد دوستت داشته باشم، اما حالا ندارم. وقتی وی دلیلش را میپرسد مه میگوید نمیداند. مه راست میگوید. اینکه وی را دوست ندارد حسی است که دارد و واقعی است، دلیلی هم ندارد برایش. اگر فکر میکنید وی را نشناخته اید و توضیحاتی که درباره اش داده شده کافی نبوده، این شما و این توضیحاتی پیرامون وی. وی زود عصبانی میشود و دیر آرام. و از سکس ایستاده بیشتر لذت میبرد تا سکس نشسته و خوابیده. مادر و خواهر ندارد که و پسر خاله کسی باشد. اسم مادر و کبرا نیست. شغلی که و دارد ربطی به پزشکی ندارد. حتی در داروخانه هم کار نمی کند. و از دوستان نویسنده نیست. نویسنده چند باری او را دیده، اما علاقه به آشنایی بیشتر با و نداشته. گمان نمی کند و هم چنین علاقه داشته بوده باشد. حالا که اینطور است، بهتر نیست کلا بی خیال بشویم؟ چه کاری است آخر؟ ول می‌کنیم ویرا. تمامی اتفاقات این فصل بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر رخ می‌دهد. 23 سال بعد ه مشغول نوشتن فیلمنامه‌ای است برای کارگردانی جوان به نام ویلیام هیزن.
دیالوگ اول فیلم بعد از اینکه اراده زن را گوش زد می کند و 30 سال مرد را نوشته می شود. سارا: Do you want to fuck me؟ جان: Yes. سارا: So fuck me. 20 سال بعد ویلیام هیزن از پشت به گردنش بوسه می زند. خجالت می کشد که سنش بیشتر از سن ویلیام است. درست 5 دقیقه مانده به ساعت 8 ویلیام اظهار می کند عاشق خوابیدن با زنهایی است که مثل هه خوب جا افتادند. 15 سال بعد شهروند آمریکایی محسوب می شود، ساکن لس آنجلس. لیوان دهنگشاد ویسکی در دست ایستاده است و به انگلیسی برای زنی 40 ساله که موهای کوتاه خرمایی دارد درباره اثر مرگ در راه پله‌اش توضیح می دهد. 8 سال بعد در اینترنت کتابی دانلود می کند به نام فیسبوک. کتاب را می بلد. تصمیم می گیرد تا با نشری ایرانی در سوئد صحبت کند تا چاپش کنند. اول به آدرسی که در صفحه های ابتدایی کتاب نوشته شده ایمیل می زند. جوابی نمی گیرد. نسبت به تصمیمی که گرفته کم کم سرد می شود. جوابی نمی گیرد. فراموش می کند. ایمیل را 7:41 بعد از ظهر می فرستد. 4 سال بعد تمام یادداشت‌هایی که سر کلاس استاد حمیدیان نوشته بود و سر فرصت تایپ کرده بود برای دختر استاد میل می‌کند. از حالات استاد سر کلاس گرفته تا نکته‌هایی که به درس ربط زیادی نداشتند. از صداهایی که یواشکی ضبط کرده بود هم کمک گرفته بود. تاریخ دقیقشان را هم نوشته بود. 3 سال بعد وقتی بینندگان تلویزیون فارسی بی بی سی از مجری برنامه می‌شنوند که اجازه بدین نظر حاله از بلژیک رو بپرسیم. حاله، تو با پریسا موافقی؟ هب حرف می آید که نه موافق نیستم، من فکر نمی کنم اکثریت مردم ایران ناآگاه باشن، اونا فقط می ترسن. 1 سال بعد به این نتیجه می رسد که تنها راهی که ممکن است منجر به فراموش کردن سین شود این است که با ساد طرح دوستی بریزد. 1 گفتگو: شما فکر نمی کنید اگه نویسنده در داستان حضور نداشت یا حداقل حضور بسیار بسیار کمتری داشت از حضوری که همکنون دارد داستانتان خیلی بهتر می شد؟ خوشت اومد یا نه؟ خوب بود، اما واقعا خیلی توی ذوق میزد حضور دائمی نویسنده. یعنی خوشت نیومد؟ چرا؟ ولی فکر میکنم دلیلی نداشت اینقدر پررنگ باشه حضور نویسنده. میشد بدون این حجم و تاکید هم تاثیر خودش رو بذاره. کس نگو. ببخشید، شنیدی چی گفتم؟ 1 معما: دختری در مراسم ختم مادرش از مردی خوشش میآید که برای اولین بار میدیده او را و نمیدانسته چه کسی است. پس از مدتی خواهرش را میکشد. دلیل کشتن خواهرش چه چیزی میتوانسته باشد؟ 1 پیشنهاد: یکی از دوستان که یکم از این داستان را برایش خوانده بودم میگفت خوب است که اینها آخر داستان همگی یک جای جمع شوند. گفتم مثلا میدان آزادی خوب است، 25 خرداد سال 1388. فکر خوبی بود، اما فکر نمی کنم نیازی باشد. من مطمئن هستم بیشتر آنها آن روز آنجا بودند. 1 اسم: همیشه از اسم یحیی خوشم می آمده، حتی قبل از آنکه بفهمم چه کسی برای اولین بار نامش یحیی بوده. حتی قبل از اینکه بدانم یحیی نام کدام شخصیت است در فیلم ها و داستان ها. همیشه دوست داشتم اگر روزی رمانی نوشتم نام شخصیت اصلیش یحیی باشد. و انقدر اسم یحیی را بیاورم تا یا برود روی اعصاب کسی که می خواند رمانم را، یا در اعصابش بماند و آرامش کند. برای من که اینطور است. کافیست هر بار که اعصاب ندارم چند بار شمرده شمرده بگویم یحیی. اعصاب خواهم داشتم بخت. مهر ماه سال 1389.